بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز دوشنبه 21 ماه نوامبر سال 2016 و برابر است با 1 آذر ماه 1395، آذر ماهی که روز دانشجو داریم، آذر ماهی که همین اولین روزش با کشتن داریوش فروهر و همسرش شروع شده. اتفاقا شنیدم یا خوندم توی وبسایت و اینها که دختر این آقای داریوش فروهر و خانم و همسرش هم رفتن ایران، با وجودی که دادگاه انقلاب یا زندان اوین به اصطلاح حکمی هم براشون صادر کرده بوده. والا خیلی شجاعن، من که جرئت نمی کنم از اون ورا برم. شما چی؟ و اما میدونید که آمریکا انتخابات تموم شد، ولی ماجراهای نقل و انتقال بین این دوتا رئیس جمهور همچنان ادامه دارد و آقای دونالد ترامپ پرجوش و پرخروش داره مصاحبه میکنه و دوستاشو صدا میزنه، حتی دشمنای قبلی خودش، رقبای قبلی خودش رو صدا میزنه که بیاین و باشون مصاحبه میکنه که اینها رو به اصطلاح سر کار بذاره، چون 4000 تا شغل، یعنی اینی که بعضیا میرن تلاش میکنن برای اینکه فلانی رئیس جمهور بشه، 4000 تا شغل هست. اجازه بدید من اینجا بنویسم برای دوستانی هم که ما رو روی صفحه شخصی خودم نگاه میکنن که ما برنامه‌مون زنده است و خودمونم امروز زنده هستیم تا ببینیم فردا چه میشود. بله، 4000 تا شغل رو باید اونایی که میرن با آقای اوباما ایشون یکی یکی اون جاها رو پر کنه. بعضی وقتا ببخشید، ساعت 1:55 آقای دکتر نصر احمدی تماس گرفتن، دیروزم تماس گرفتن، ولی من دیروز تمام روز کار داشتم نتونستم. بعدم به خاطر این اختلاف ساعت امروز صبح من میخواستم تماس بگیرم، گفتم شاید ایشون خواب باشه بخوان استراحت کنن. در صورت ای کاش این دوستان لطف میکردن و پیام میذاشتن. من نمیدونم بابا، پیامگیر پیام بذارید کامل، بگید سوربی زنگ زدم که امروز بگم مثلا قاب عکس من رو، اون عکس رو درست نکن، که اگر حتی ارتباط برقرار نشد شما گفته رو گفته باشی. والا من زنگ زدم شما نبودید به من زنگ بزن، خب این چه فایده ای داره؟ در هر صورت نمیدونم، درست میشه، یه 30-40 سال دیگه بگذره درست میشه. روز جمعه برنامه آقای چمنارا، دکتر نصر احمدی و دکتر کاظم افشارها. خیلی از شما دوستان تماس گرفتید، من فقط میتونم یه پاسخ بدم. اگه شما بیننده خوبی بودید با خود این دوستان تماس میگرفتید. آقای چمنارا فیسبوک داره، آقای دکتر نصر احمدی فیسبوک داره، آقای دکتر کاظم افشارا هم شماره تلفن داره هم ایمیل داره و هیچ عذری موجه نیست. حالا شما چرا به من مینویسی که آقا چرا این آقا اینو گفت؟ آقا حالا ما باید بریم آقای خمینی رو ستایش کنیم؟ آقا اگه ایشون میگه چرا خارجی ها، چرا ایرانی ها اومدن اینجا، چرا خودشون اینجا هستن؟ آقا خانم، با خودشون صحبت کنید، خودشون به شما پاسخ میدن. من نمیدونم ما کی میخوایم یاد بگیریم. اگر افتادیم توی یه چاله‌ای با شهردار تماس بگیریم. حالا من نمیخوام بگم پادشاه هستم، من که پادشاه و شیخ هم نیستم که دیکتاتور باشم مثل تلویزیونای دیگه. هر کی میاد اینجا ایمیلشو بنویسم مثلا afsharha@mardomtv.com که اول ایمیل بیاد اینجا من فیلترش کنم بعد بفرستم برای اونا. من که از روز اول میگم آقا ایشون، خانم ایشون نظرشو گفته، شما بیا نظرتو بگو. در صورت به همین خاطر چه از علی آقای شیرازی همشهری، چه از دوستان دیگه‌ای که تماس گرفتن، نمیدونم باید پوزش بخوام، نه لازم هم نیست پوزش بخوام. آقا خانم ماش داریم میگیم ایشون اومده صحبت کرده، شما با خودش تماس بگیر. رو فیسبوک میخوای بنویسی نظرتو بنویس دیگران بدونن، ولی آقای افشارها میگه من از فیسبوک استفاده نمیکنم. دلیل خودش رو هم داره، به من مربوط نیست. شما بهش زنگ بزن بگو چرا استفاده میکنه.
شمارهش هم اگه دو بار زنگ بزنید، اگه تنبل هستید و شماره تلفن مردم تیوی رو یاد گرفتید اونم یاد میگیرید. شمارهشون 905-737-51-58. شماره تلفن آقای دکتر نصر احمدی هست 818-201-57-79. فیسبوک هاشون هم که به اسم خودشون. و سلام، من درباره برنامه های دیگر دوستان صحبت نمی کنم، نظر خودم رو میگم. بله مثلا آقای نصر احمدی که اینجوری گفت، من این انتقاد رو دارم یا این نظر رو دارم، یا با ایشون موافقم یا با ایشون مخالفم، ولی من از نامه رسوندن خسته شدم. درسته که میگن don't kill the messenger، بابا نامه رسون رو نکش، این فقط نامه رو آورده، ولی ما امکان نداره همچین کاری انجام بدیم. به خاطر همین یه دوستی یه نامه ای نوشته، من یه چند خطش رو میخونم. بعد برای این دوستم نوشتم دوست عزیز، شما که ماشاءالله زنده و سرحال هستی خودت این رو بخون، خیلی هم کار قشنگی کرده. من نیدونم تا حالا هر کی شروع میکنه یه چیزی مینویسه معمولا به اصطلاح فوری اسم طرف رو میگه، دربری میگه به طرف، ولی این خیلی قشنگ آمده بدونی که اسمی گفته باشه. بذارید من این براتون نشون بدم. ای داد بیدا صد داد بیدا. بله بفهم اینجوری کمرای سه. این نامه خودشون، من براشون خوندم، یه تیکه هم آدیو ضبط کردم فرستادم، ولی بهشون گفتم ببینید اینجایی که شما خط زدی یا مثلا کلمه هایی که میخوام بخونم اشکال دارم و من خجالت میکشم. آقا شعر مولوی باشه، حافظ باشه، سعدی باشه، همه اونم غلط غلوط میخونیم، بیچاره حافظ و مولوی نیستن بگن آقا این چه بیسواده، ولی کسی که وجود داره هستش من بخونم فایده نداره و این از زبان من شنیده میشه. قشنگ نوشته، نوشته آقای مجری جای خوبی آمدی، از در خواب هم نمیدیدی که بشه جایی بری که هیچ کس از گذشتهت خبر نداشته باشه، مثل اینکه یهوی به یک خواب عمیق فرو رفتی و چشم که باز و به یک چشم به هم زدن خودت رو در ینگ دنیا آن هم در تهران جلس دیدی. دنبالش ادامه میده که نمیدونم مدرسه نرفتی، قاشق چنگال دزدیدی، این کردی اون کردی. و من برایشون گفت، ایشون گفت بود میخوام ببینم شما میتونی این رو بخونی و توی تلویزیون مردم پخش کنی، من میتونم این رو صفحه فیسبوک بذارم براتون، هر دفعه که میخواین نصبش کنیم 10 دلار میتونم بخونم، ولی ترجیح میدم نخونم چون شما خودت هستی. قشنگ تماس بگیر با شماره تلفن 703-957-6150، این شماره تلفن میاد این زی. اجازه بدید من هنوز دکتر کاظم افشارها رو اینجا دارم، عذر میخوام از ایشون. اینم یکی دیگه از اشکالات برنامه های پشت سر همه. من اون روز برنامه ها وقتی پشت سر هم بود دیدم واقعا نه دیگه، من اون جوون 15 سال پیش هستم که بتونم 8 ساعت برنامه اجرا کنم، نه اون حضور ذهن رو دارم. و ما اون موقع اصلا کارهای فنی رو ما انجام نمیدادیم، ما میرفتیم جلو تلویزیون میشناسیم، حالا یا مجری بودیم یا برنامه گذار بودیم. دوستان برنامه گذار یعنی تهیه کننده برنامه، فرق میکنه با مجری. مجری اینه که این آقا مثلا این نامه رو می‌نویسه میده من میخونم، یه حقوقی هم میگیرم میرم برنامه رو اجرا کردم، یا یه جایی ختمه میرم اونجا میگم ببخشید آقای فلانی فوت شد، این پسرشه، این دخترشه، این مادرشه، نمیدونم هرچی. این میشه اجرا کننده. اینجا هم چی بهش میگن؟ مستر آف سرمونی یا برگزار کننده برنامه. ولی یه نفر که خودش میره این خبرها رو میخون، میاد بر اساس دل خودش خبرها رو صحبت میکنه، این تهیه کننده برنامه است. مخصوصا اگر خودش هم پول وقت خودش رو بده. من اینجا پول وقت خودم رو خودم میدم، از نمیخوام بگم از جونم مایه میذارم، واقعا هم از جونمونه دیگه، این عمر جونه که داره میگذره. در هر صورت منتی هم به هیچ کسی نداریم، هر روزی نخوایم میتونیم در رو ببندیم بریم. میبینم آقای شیرزاد جلیلی اینجاست، بذارید من تا شیرزاد اینجاست یه پیامی رو که روی فیسبوک برای من گذاشته به شما نشون بدم که ایشونم متوجه بشه. عزیز دلم، برادر گرامی، این دستگاه های جدید یه مقدار زیادی من و شما باید یاد بگیریم باهاشون چجوری کار کنیم، چون اینا هر کدومش رو که شما برمیداری استفاده میکنی این میاد میشه آقای خونه و دستگاه های دیگر رو به اصطلاح میبره زیر فرمان خودش. حالا وقتی اونا رو میبره زیر فرمان خودش چی میشه؟ مثلا شما
قبلش از اسکایپ استفاده کرد. بفرخشید من این اجازه بدین دوربین اینوری یک کمی کج و موبت شده، نوشته ها ممکنه کج باشه، ولی میبینید الان دیگه تو فیسبوک تمام صفحه رو پوشونده به غیر از این دو کنار، که اون دو کنار هم اشکال به اصطلاح دوربین اصلی ما هست. بماند بذارید من شما رو ببرم به صفحه فیسبوک خودم و بعد برم روی صفحه‌ای که آقای شیرزاد جلیلی برای ما پیام گذاشته، اون وقت به شما بگم که این پیام چگونه است. من اصلا متوجه نمیشم ایشون چی گفته، ضمن این که بعد میگه حالا اگه خواستی پخشش کن. اون قسمت رو خوب شنیدم. بذارید ببینم شیرزاد جلیلی، شیرزاد این بنده خدا هم قبلا اسیر مجاهدین بوده، بعد الان آمده و در کجاست؟ در سوئد. بله خب نمیدونم چرا اینجا ندارم این هم یه مشکلی دیگه است. احیانا روی صفحه مردم تیوی با من تماس گرفتید. بذارید ببینم اینجا پیامتون رو پیدا میکنم. از دوستانی هم که یکم دارن معطل میشن عذر میخوام، ولی شاید این کمکی باشه به شما. اگه یه جایی یه پیامی گذاشتید، یه چیزی فرستادید، فکر نکنید اون دوستتون به اصطلاح محل نیذاشته. اون ممکنه حتی گرفته باشدش ولی متوجه نشده باشه که شما چی گفتید. ببینید من الان میبرمتون تو این صفحه که اینجاست، این کمرای 3 4 3 میشه 7. بله میایم اینجا کمرای 3 رو روشن کنیم برای آقای شیرزاد جلیلی. ببینید دوستان بشنوید، خود شیرزاد هم حتما میشنوه. الان اینجا نفراتو نشون می دادن بعد اینا اینا که اینا چقدر دوستان همین کافیه. میگه مش نمونه خروار. من فکر میکنم که ایشون اونجا دوتا کامرا داره، یکی مال کامپیوتره یک کامرای خودش، و این دوتا یه وقت داره میکروفون اینو استفاده میکنه یه وقت میکروفون اون استفاده میکنه، یکیش ضعیفه یکیش قویه. اگه صدای اونو زیاد کنیم که میبینی انگار یه نفر داد میزنه، اگه صدای اونو یکی بخوای چیز کنی اصلا صدا رو نمیشنوی. در صورت من متوجه نشدم چی گفتید. پیام هایی که با اسکایپ میفرستادید خیلی خوب بود. اشکال دیگهش ممکنه اینه، به خیلی ها به من میگن آقا چرا چت فیسبوک باز نمیکنی؟ میگم عزیز من یه میکروفون رو اختصاص دادم به اسکایپ، یه میکروفون رو اختصاص دادم به برنامه، یه میکروفون رو اختصاص دادم به فیسبوک دیگه به برنامه زنده فیسبوک دیگه نمیخوام اینا رو به هم بریزم که صداها این مشکلی رو که شیرزاد داشت ما هم داشته باشیم. در هر صورت دوست عزیز من دو بار سعی کردم ببینم چی میگی نتونستم، این هم از این با پوزش. و اما بریم سراغ دوستمون آقای حسن خزایی که من براش این بذارید بعضی روزا ما این چیزا رو هم بهتون نشون بدیم، یه خبرهای ایران هم بد نیست یه دوری بزنه، بهتر از اینی که حالا ما رو ببینید همش. بذارید اینجا براتون روشن کنم. نایر خانم بس که از این که روزنامه های ایران رو ما نشون میدیم به اصطلاح استقبال کردن، من هم خوشحالم. و میبینید مثلا اینجا میگه که استقلال نمیدونم این ارسال لایه بودجه به مجلس 14 آذر و الی آخر. بد نیست که بفهمیم تو ایران چه خبره. 20 میلیون نفر دارن میرن کربلا، این رادیو تلویزیونایی که 37 ساله نشستن بیرون فقط شنبه شب و جمعه شب میرن با هم عرق خوری و نمیدونم پارتی و هی میگن 6 ماه دیگه برمیگردیم. شنیدم آقای ترامپ گفته نمیدونم اینا از کار میندازم، شنیدم اوباما گفته اونو اینجوری میکنم. اینها ارتباطشون با ایران قطعه.
اگه با ایران ارتباط داشتن، حتی از لحاظ نشریه‌ای که خود دولت چاپ میکنه میدونستن که آقا خانم به این سادگی هم نیست که شما فکر میکنید. این همون آخوندهایی هستن که اول کار که اومده بودن وارد نبودن، این همه کودتا شد، این همه حرکت های نمیدونم جنبش هایی که در کشورهای همسایه بودن حمله کردن، فعالیت کردن، نتونستن هیچ کاری کنن. حالا که اینا خیلی محکم شدن، البته من پریشب توی مهمونی بودم به دوستان گفتم آقا خیلی هم هی نگیم اینا محکم شدن، مگه ما فکر میکردیم که شاه توی یک سال یه دفعه اینجوری به قول معروف چپه بشه حکومتشو بره دنبال کارش؟ پس خیلی هم اینا رو نمیشه بگیم چنان و چنین، بازی های سیاست هست، منافع دولت های بزرگ سوپر پاور ها هستن و ببینیم چی میشه. این برنامه ها هم روی فیسبوک بلا فاصله میاد به صورت بایگانی میمونه و شما این نشریه ها رو میتونید وقتی داره نشون میده فریزش کنید، روی پاز بذارید. پاز یعنی استراحت، یعنی نگه داشتن، یه مکسی کنید، بخونید خبری چیزی میخواید، بعد برید اون مجله روزنامه اصلی رو پیدا کنید. مثلا الان فرهیختگان هست، یکی دیگرش بعدش فرصت امروز هست و به نظر من بد نیست. حالا یکی هم پیدا بشه بگه آقا این کار خوبیه، من به جایی که روز 5 دلار 5 مارک 5 یورو برم روزنامه بخرم، دوست دارم 50 تا روزنامه ایرانی صفحه اولش رو ببینم، اونو من میدم به تلویزیون مردم، تلویزیون مردم این کارو کنه. دوستان یاد بگیریم یک کاری انجام بدیم، خرج کنیم، چون مفتخوری ما رو به اینجا رسونده. اگه اینجایی که هستید راضی هستید، مفتخوری رو ادامه بدید، اگه نیستید یک کاری کنید. بذارید من یه ماجرایی رو براتون بگم که بعضی وقتا بدم نیست آدم حالا یا خواسته یا ناخواسته به اصطلاح خدمت کنه، دونیت کنه به دیگران. من یه دوستی دارم توی فیسبوک به نام دوست فیسبوکیه آقای مجید افراخته اگه اشتباه نکنم و فامیلشون رو میگم و ایشون آلمان هستن. اتفاقا وقتی من پارسال رفتم آلمان لطف کرده بودن نوشته بودن من 100 کیلومتری فرانکفورت هستم، بیا یه سر به من بزن اینا. گفتیم چشم. هنرمند هستن، نقاشن، موسیقی میزنن اینها، آلمانی‌ها رو دور خودشون دوستا رو جمع کردن. هفته پیش دو سه تا ویدیو از همین گرد همایی دور خودشون با دوستانشون که ایشون دف میزنه، تنبک میزنه یا یک سازایی هست دیدی دیوزا، حتی کوزه و نمیدونم خمره و اینا رو برمیدارن باشون ساز میزنن فرستاده بود. ما هم که سالها پیش دستی به ساز تار زده بودیم هوس کردیم بریم، گفتیم خاله ما که تار زدن یاد نگرفتیم، سنتورم یاد نگرفتیم، تنبکم یاد نگرفتیم، آخرش رسیدیم به داری زنگی و سازدهنی، بریم سراغ گیتار. یک گیتار ارزه دادیم، یک گیتاری اوردر دادیم یا سفارش دادیم و تو ایران میگفتن اورد نده، این همون اوردر بوده، یعنی دستور دادن یا سفارش دادن. و چون بگینر هست یعنی تازه میخوایم شروع کنیم، یه چیز ارزونی گرفتیم، نرفتیم نمیدونم چیز کلاسیک فلانی رو بگیریم یا مارک مشهوری نبود، گرفتیم و یه چند روز منتظر شدیم دیدیم نیومد. گفتیم خب اینجا چک میکنی، شماره رو میزنی چک میکنی، من که اوردر دادم چک میکنم دوستان که ببینم این شماره که من دادن کجاست. میگه که امروز سوار هواپیماست، داره از چین میاد، فردا رسید کالیفرنیا. اومد دیدیم ای مثلا این آدرس که نشون داد من با دقت نکردم حقیقت، نوشت که الان کالیفرنیاست. گفتیم خب حتما این از چین اومده، از چین وقتی میاد میاد سان فرانسیسکو و کالیفرنیا، بعد از اونجا زمینی با یو پی اس و با چیز میاد اینجا. چند روز که گذشت دیدیم نیومد، بعد نگاه کردیم دیدیم نوشته که رسید، گفتیم اینجا که چیزی نرسیده. یه دقت کردم دیدم نوشته رفت کالیفرنیا به آدرس دوستت. ما برای دوستمون چند وقت پیش یه چیزی فرستاده بودیم، اینا اون آدرس رو داشتن و رفته بود اونجا. من برای دوستم گفتم که آقا یه گیتاری برای شما اومده، اگه دوست داشتی نگهش دار بزن به عنوان دکور نگهش دار، اینم هدیه ما، اتفاق ارمنیه، گفتم اینم بشه هدیه کریسمس ما، البته نگفتم اینو بهش. و
گفت که نه، من الان از افراد دیگه میپرسم ببینم کسی میخواد یا نه. پرسید، گفت کسی نمیخواد، من برات پستش میکنم. گفتم نه آقا، پول پستش از خودش گرونتر میشه، بعدم شما باید زحمت بکشی بری پست کنی، پول خرج کنی بیاد، این وسط پستخونه هی داره سود میبره. و اینو لطف کن، اگه نمیخوای اولین مدرسه ببر بده و بهشون بگو اینو بدید به کلاس موسیقیتون، یا بدید به یه بچه دختری پسری که میخواد گیتار داشته باشه و پول نداره. اونم لطف کرده بهش که عشق منو در ولی و خوشحال شدم و اینا. و جالبه که منم همین فکر رو کرده بودم. گفتیم خب خیلی هم خوب که الان هم فکر هستیم. و برای خودم یه دونه دیگه سفارش دادم و این بار 5 دلار هم ارزون تر بهمون داد، چون دوتا گرفته بودیم مثلا مشتری دوم شد. خلاصه هر شب هم یه جای مهمون بودم، راجع به این موضوع صحبت کردم که اشتباهی اوردر دادم اینجوری شده و رفته به مدرسه. و شما هم دوستان اگه وسیله موسیقی چیزی دارید بدید به مدرسه ها و وقتا به کلیسه ها حتی اگه میخوان. حالا بعضی ها کلا میبینی دشمنی دارن نمیخوان کلیسا و فلان. خلاصه اونا هم دوستام هم چندشون گفتن ای به چه خوب که گفتی، ما یه تنبک آوردیم برای پسرمون، اصلا دیگه نمیزنه، گذاشتتش مثل میز چایخوری میگفتن، چی میگفتن، یا نایت استند میگن، بغل تخت، اون میزی که جلوتونه میگن کافی تیبل، میز قهوه، ولی اون میزی که بغل رخت خوابتونه، بغل تخت خوابتونه، بهش میگن نایت استند، که برای چراغ است و ساعت و تلفن و اینا. خلاصه اونا هم گفتن که ما هم این کار انجام میدیم، حتی به شوخی گفتن آره ما سنتور تنبک ببریم بدیم به مدرسه های آمریکایی. گفتم بله آقا، مدرسه های آمریکایی هم قبول میکنن و اونا هم همشون دیگه بلدن تنبک، که اصلا پرکاشن مثل یه درامه اینا میزنن و سنتور اینا رو هم یاد میگیرن، مسئله نیست. بذار ببینم من تاریخ درست نوشتم. من ننوشتم، علی آقا نوشته، از این بابت هم ازش ممنونم. دوشنبه اول آذر ماه یا یکم آذر و 21 نوامبر سال 2016. بله، داشتیم راجع به آقای ترامپ میگفتیم. ترامپ یکی یکی از اونایی که دوستش بودن حمایتش کردن، اون دوره‌ای که داشت به اصطلاح فعالیت میکرد تا انتخاب بشه دعوت کرد و اینا رو هم هی جابجا میکنه، تا رسیده حالا به اونایی که مخالفش بودن، از رامنی گرفته تا یه جنرال دیگه، تا یک خانومی هست که توی جنگ دوتا پاشو از دست داده و اگه اشتباه نکنم سناتور یا نماینده مجلس از ایالت هاوایی، ایشون رو هم دعوت کرده آمده و اینها. و جالبه، دموکراتایی که مخالف ترامپ بودن الان میگن انتخاب ترامپ یه کمکی میشه به اصطلاح بروبیا و پول درآوردن شهر نیویورک. ترامپ خانمش و پسرش، البته میگن به دلیل مدرسه شون نمیخوان فعلا بیان تو کاخ سفید، این خانم انقدر زبله و سوء استفاده چیه، گفته من از این خونه طلایی بلندشم بیام تو این خونه کاخ سفید، اونم بعد از اینکه یه سیاهی تو زندگی کرده، نخواستم بابا. وای میسیم تا ببینیم ترامپ چی میشه. خلاصه ترامپ به وسیله رئیس جمهور شدنش فعلا از زن و بچهش داره جدا میشه. از اون ور این اولین پولدار و کاسبیه که اومده رئیس جمهور شده و اینقدر مال و نمیدونم چیز داره که اینجا نمیدونم باشگاه ورزشی داره، اونجا هتل داره و اینها. اینا رو باید بذاره توی یک جایی، تراست رو من نمیدونم به ایرانی چی میگن، باید بذاره توی حسابی که مسئولش نه خودش باشه نه افراد خانوادش. این اون وقت حالا فکر میکرده که میده بعد دست بچه هاش میرن میچرخونن. حالا بهش میگن نه آقا، بلایند تراست، بلایند نه کور و نابینا، یه چیزی که هیچ رابطه‌ای با خودت نباید باشه. یه شرکتای هستن این کارو میکنن. بعد میگه معمولا رئیس جمهورهای قبلی پول داشتن، خونه داشتن، ولی بیزینس اینجوری نبوده، دی بای دی بیزینس، هتل. الان مثلا برای سران کشورها و اینا نوشته که شما وقتی میان آمریکا برین تو هتل ترامپ وایسید، نرین تو هتل‌های دیگه که با ما چیز دارن، رقابت دارن. اصلا اینجا بهش میگن کانفلیکت آف اینترست. کانفلیکت آف اینترست هم به ایرانی من نتونستم هنوز پیدا کنم چی باید بگیم. یعنی اینها اینجوری منافع مشترک دارن، چون منافع مشترک دارن با این یکی ضد و نقیض میشه، نمیتونن. حالا میدونم یه کلمه خیلی خوبی هم هست برای این، حتما تو ایرانی بمانه. اینم از این، بریم سراغ
این ایمیل ببینم چی. Thanks for sending us. I'm going to have them run the wire the right way. I want to fix any possible fire. بله خیلی هم خوب. ما دیروز بود برای یه دوستی کار کردیم، زدیم اون چیزی هم که بود خرابترش کردیم براش، ولی فهمیدیم که این کاری که انجام دادن توی این خونه نزدیک به 100 سال کهنه یه مقداری از لحاظ روش‌ها و کد و قانون‌های جدید سیمکشی به اصطلاح اشکال داره و خطرناکه، حتی ممکنه آتش سوزی را بیفته. به طرف گفتم آقا من این کارو دیدی 3 ساعتم برات اومدم وایسادم، پولی هم ازت نخواستم و نمیخوام، ولی به صلاحته که یک سیمکش جوازداری رو بگی بیاد برات 3 تا سیم از اینجا بکشه بره بالا. اینجا سیم کشیدن توی خونه های آمریکایی خیلی ساده است. خونه های آمریکایی وسطش خالیه، تو دیوارا خالیه، ولی من اون وسیله اونجا تو ایران میگفتن سیم، اینجا میگن فیشینگ، اینجوری یه چیزی مثل سیم میفرستن اونو میفرستن، اینا ندارم چون کارم نیست دیگه. الان کار من کار 40 سال پیشه که دیگه الان روش رو اینا رو بلد نیستم اینجا. خلاصه حالا نوشته که خیلی ممنون و سعی میکنم که یه نفر رو که چیزه استخدام کنم اون کار انجام بده. شما هم دوستان اگه یه مشکلی پیش میاد سعی کنید یه مقداری پول خرج کنید، ولی به اصطلاح درست باشه، کد شهرتون و کد ایالتتون و اینها رو رعایت کنید. یادمه گفتم یه دوستی داشتیم اتفاقا تو کارای چیز بود، رادیو تلویزیون با همون بود، این آقای اسقر تادی بچه خوزستان، حالا باز برگشت رفت ایران و این ازدواج کرده بود، خونه خودشو اجاره داده بود، آپارتمانشو اجاره داده بود به یکی از دوستان. بعد این خونه جدیدی که رفت بودن، خب ایرانی ها اولین کاری که میکنن سعی میکنن آفتابه بکش درست کنن اونجا یا این شلنگایی که وصله. گفته بود بگم یکی بیاد، اون دوستی که ازش خونه اجاره کرده بود علی آقا گفت بود آقا نمیخواد، این دوتا پیچ من برات میبندم، دوتا پیچ من برات میبندم. ایشون بس علی اصغر آقا رفت ایران و برگشت خونهشو آب برداشته بود، بیمم اومد پول بده، بعد گفت وایسا ببینم این کی گذاشته اینجا. گفت دوستم. گفت دوست لولکشه، جواز داره، اگه لولکشه جواز داره برو دنبالش، اون گذاشته اون باید بده، خونه ای تو اشکالی نداره. گفت یعنی چی؟ گفت ببین ما بیمه به تو فروختیم، خونت نو بوده، میدونستیم این کاراش همش جواز. خلاصه بهتون بگم برای 50 دلار، برای 100 دلار، چندین هزار دلار ایشون ضرر کرد. این کار رو نکنید. خب اون یه چیزی هست میگه ادب از که آموختی از بی ادبان. حالا اینجا بگیم ما از کی یاد گرفتیم؟ از کسایی که ضرر کردن. ما اون کار رو نکنیم که ما هم ضرر نکنیم. روزنامه های ایران رو در صفحه مردم تیوی قرار دادم، اگر کسی مایل هست روزی 5 دلار، روزی 10 دلار، روزی 3 دلار بگی من مایی 50 دلار میدم، این کار ما انجام بدیم. یه ربع ساعتی وقت میگیره این عکس‌ها رو تک تک من تهیه کنم بیارم بذارم، بعد اینجوری شما اینا رو ببینید. و اون کاری هم که آقای حسن خزائی به ما گفته بود که از این وری ورق میخوره از اون وری میشه، ما دیگه از وسط اصلا بازش میکنیم که شما از هر طرفش میخوای بخونید. نوشته مشهد منطقه ممنوعه، یا اینجا نوشته که چراغ سبز به واردات دیزلی های چی؟ آلاینده. و راجع به این آلاینده و آلوده هوایی و اینها، آقای چمنارا یک پستی، یک مطلبی رو روی یه ویدیویی رو روی صفحه فیسبوک خودشون گذاشتن و من هم اونو شیر کرده بودم، حالا بهتون نشون میدم. اجازه بدید حالا که رسید به ورزش، نه فکر میکنم شما اهل ورزش باشید نه من، اگرم بودیم حالا دیگه نیستیم. بذارید من این رو بهتون باز یه بار نشون بدم که اینجا نوشتیم و گذاشتیم و من واقعا تعجب میکنم این دوستان وقتی که تو دنیای زندگی میکنن که به اصطلاح دموکراسی دموکرات حکومتشون و اینقدر دزدی و خرابکاری و این چیزا میبینیم، چجوری یه دفعه انتظار دارن که مثلا دولت ایران که دیکتاتوری و
دزدا هستن و بخور بخور هست، اینا آدمای خوبی باشن. یعنی مثل اینکه اینا گول خودشون میزنن. بذارید ببینم من کجا گذاشتم این رو. آقای چمنارا، آها، داستانی غم‌انگیز. ببینید اگه بیاین توی صفحه مردم تیوی بهتون نشون بدم. یکم باید برید پایین. اشکال این فیسبوک اینه که جاش رو شما نمیتونید معین کنید، به اصطلاح میره پایین. البته میتونید معین کنید اگه بذارید اون پین تو تاپ، یعنی میخش کنید به اون بالا، هر چیز دیگه بیاد میره پایین، ولی ما اینجوری گذاشتیم به ترتیب زمان خودش میره پایین. به این صورته، یعنی تیتر و سرتیتر اینه: داستانی غم‌انگیز و شرم‌آور درباره صنعت خودروسازی در ایران، و بیشتر شرم‌آور برای رسانه‌های ایرانی در خارج از کشور که با شعار روشنگری و افشاگری فقط در فکر جمع‌آوری بیننده و پول هستند و هرگز چنین ظلمی را بازگو نکردند. ببینید ولی گریه نکن ایران، فریاد بزن. گریه نکن ایران اسم یک کتابیه که آقای چمنارا نوشته، اگه اشتباه نکنم آقای نصر احمدی هم داره تدوینش میکنه، بعد حالا بعدم برای ما میفرستن ما برای شما نشون میده. و این ماجرا، ببینید آقای چمنارا، این همون جایی که من میگم من تعجب میکنم، تعجب میکنم که شما توی آمریکا که رادیو تلویزیون ها اگر کنفرکس و شیر و مکدونالد و تبلیغ ماشین و تبلیغ کفش و تبلیغ وسایل نمیدونم هرچی، ویتامین فلانجا و ویتامین بدنسازی و دوای لاغری و اینا نشون ندن، تازه از من و شما پول میگیرن، باز پول کیبل مای 150 دلار 180 دلار اینا بابت اونه، مردم آمریکا انتظار ندارن که رسانه‌شون اونچنانی افشا کننده و افشاگر و روشنگر باشه. اون وقت شما انتظار داری از این تلویزیون‌ها که آمدن اینجا این کار رو انجام بده. یعنی اگر اونها دروغ گفتن شما دروغشون رو باور داری؟ آقا شما میگی دنبال بیننده، اینا دنبال بیننده هم نیستن، دنبال پولن. دنبال بیننده تلویزیون‌های آمریکاییه که میگه بیننده بیشتر، فروش تبلیغات بیشتر. تلویزیون‌های ایرانی دنبال بیننده احمق و پولن، نه دنبال بیننده که زیاد بشه. حالا مثلا 3 میلیون یه فلان کانالی بیننده داشته باشه، سو وات، میتونه ببره اینو به کوکاکولا نشون بده، بگه یه تبلیغ هم به من بده. کدوم یک از تلویزیون‌های ایرانی داخل آمریکا شما دیدید یه تبلیغ آمریکایی نشون بده؟ یادم چند سال پیش، سال 2006، آقای امید امیدوار یه تبلیغی رو برداشته بود، بعد میگفت که، بهش گفتم مگه بهت پول میدن؟ میگه نه، من اینو میخوام نشون بدم که اونا ببینن من تبلیغشون رو نشون میدم، بعد شاید بیان سراغم. گفتم برو آقا دلت خوشه. اون میگه الان یه خولی پیدا شده تبلیغ ما رو مجانی نشون میده. اولا تازه اگه نیاد یقتو بگیره که تو به چه حقی تبلیغ من رو نشون دادی؟ چون من اصلا نمیخوام مثلا تو این جامعه مثلا خارج مسئله میزنم. در هر صورت بماند، ما کارمون خیلی خرابه دوستان عزیز. ما یاد نگرفتیم. خیلیا میان، خود من یکی از اونا، اولی که میان تو تلویزیون، آقا چه معنی داره پول از مردم بگیریم؟ مگه مردم به ما گفتن تلویزیون باز کنیم؟ بعد میبینیم آقا اینجوری کار نمیکنه. میان به مردم میگیم، مردم میگه این که خودش اونجوری میگه، حالا چرا اینجوری میگه؟ پس حرفش عوض شد. ضمناً حرف آدم عوض بشه، نظرش عوض بشه، اشکالی نداره. و آدمی که بمونه توی حرف و بمونه توی نظر، اون بده. و میبینید احمقای هستن که میگه من 40 ساله، من با این روشن میذاشتم که شما، آها این بود، یه ویدیویی هست گزارش میده که نمیدونم یه آقای توی ایران ماشین‌های به اصطلاح چیز میسازه، ماشین‌های برقی میسازه کم مصرف، و از اون برم به جای دود و گاز و اینها آب تولید میکنه، و دولت کمک نکرده، نمیدونم اون کمک نکرده، اون کمک نکرده. من برای آقای چمنارا نوشتم دوست عزیز، حتی در آمریکا برید تایپ کنید
killing electric car، یعنی کشتن ماشین های برقی. باورتون میشه شرکت های نفتی 40 سال پیش اینجا طرف ماشین برقی ساخته بوده، یه اسم جالبی هم داشته، به بازارم آورده بوده، مردم شروع کردن خریدن، یه دفعه شرکت های نفتی گفتن ای داد بیداد، اگه اینا ماشین برقی بخرن خب ما میمونیم فقط یه جنراتوری باید باشه برق به همه بده، اینا میرن دیگه، این کارخونه آهنسازی ما، آهن پاره فروشی ما، لاستیک فروشی فلان اینا به هم میخوره، چه کار میکنن؟ میان همه ماشینا رو میخرن میفرسن، یه بهش میگن جانکیار، اسقاطی میگفتن، همه رو خرد میکنن میفرسن کارخونه زوبا. هم عکساش هست، سندش هست، با تاریخ، اسم، عکس، فیلم. اگر تو آمریکا اینجوریه، شما از ایران، از حکومتی که خودتون میگیم دوزه، من میگم دوزه، ما میگیم آقازاده ها دوزن، باباشون هم دوزه، از اونا انتظار دارید؟ یه فیلمی رو همین آقای شیرزاد جلیلی گذاشته بود، منم گذاشتم، که دو نفر با یه موتورسیکلت، یه مثلا 20 تا 30 تا، پتو هم نیست حتی، یه پارچه نازکی، اون وقتا چی میگفتن اینایی که لاف دوشک رو توش میبستن، وقتی میخواستم، یه چیزای چارخونهی بود، یه پارچه‌ای بود، نسبتا من محکم بود، سبک بود، بعض وقتا هم اینا رو مردم به عنوان پتوی نازک استفاده میکردن و مینداختن رو خودشون. طرف با یه موتورسیکلت با دوستش راه افتاده شب توی خیابونهای هندوستان، و بذارید بهتون نشون بدم، میره و اینایی که خوابیدن توی کنار خیابونا، میدونید هندوستان میگن سالی اگه اشتباه نکنم سالی 300 میلیون تو خیابون دنیا میان، 300 میلیون هم تو خیابون میمیرن، یعنی اصلا اینا هیچ وقت نفهمیدن خونه داشتن یعنی چی، همونجا دنیا میان، همونجا بزرگ میشن، همونجا مریض میشن، همونجا میمیرن، میرن. اینا میره برای اون که خوابیده کنار خیابون سردشه یه پتو میندازه روش. منم برای دوستان نوشتم آقا خانم منتظر دست، چشمتون به دست دولت های ظالم و دیکتاتور نباشه، برید خودتون یک قدم یک قدم کمک کنید به همدیگه. حالا خب نظرها متفاوته، یه دوستی نوشته بله این درسته، خانم نایر نوشته نه، اگر نمیدونم چشممون به دست دولت نباشه که دولت هر کاری دلش میخواد میکنه. مگه الان که چشمتون به دست دولته، هم دولت شاه هم دولت شیخ هر کاری دلش خواسته انجام نداده؟ کدومتون تونستید از دولت شاه یا از دولت شیخ پرسجو کنید؟ بله آقای صادق، کیه این دکتر؟ آقای آریانپور برای من فرستاده بود، این دکتر وایستاده صحبت میکنه، میگه کدوم یک از شما نماینده ها، چند تاتون پرسیدید که این پولایی که خرج چیز کردید، چیزای اتمی، نیروگاه اتمی یا اون بمب ساختن که حالا سیمان ریختین توش بستیدش، به غلط کردن افتادید؟ حتی میگه اگه نوتون چند سال دیگه ازتون سوال کنه پدر بزرگ این پول رو اگه داده بودی برای مدرسه ساختن، این پول رو اگه داده بودی برای خیابون ساختن، این پول رو اگه داده بودی برای طرح آب سالم، طرح بهداشت، آیا بهتر نبود تا یه پولی بی حساب بی کتاب؟ نمیدونن هنوز چند نفر کار میکنن تو این سیستم های زیرزمینی و نمیدونم نیروگاه های اتمی، هیچ حساب کتابی نیست. خب حالا شما بشین چشمت به دست اینا باشه، اینا هم بلدن، اول اومدن گفتن یارانه، همه رفتن ثبت نام کردن، بعد حالا یارانه ها رو دیر میده، کسی که یارانش رو دیر میدن جرأت داره حرف بزنه؟ یالا شاید فردا یارانه رو دادم وایسم یارانه رو بگیرم بدم دست خانمم و بچه‌هام بعد برم یه چیزی بگم، یعنی عین تریاک همه رو معتاد کردم. تریاک درسته یا تریاک دوستان؟ آها یه دوستی هم نوشته بود که آقای افشارها راجع به شوربختی گفتن یا شوربختانه، شما نمیگی معمولا، کلمه شوربختی رو داریم توی فرهنگ فارسی، حتی یه شعری هم بوده که شوربختی بین که من نمیدونم همچون چی به ساحل سوختم به دریا سوختم،
گفتم در صورت با خودشون تماس بگیرید، من حقیقتش نمیخوام هیچ کاری انجام بدم. باز دوستمون از ایرانیان آی پی تی وی تماس گرفته، بذارید من باهاش تماس بگیرم بگم که روی ایر هستیم و اگه میخوان با هم صحبتی داشته باشیم. Hello and thank you for calling eMoney and IPTV. Hey baba. For sales, please press 1. For support, please press 2. Hours of حالا سلز رو فشار میدیم بریم. یا ول کنید، بعد یه وقت قرار میذارم. این بنده خدا چون کالیفرنیا هست، این صاحب ایرانیان. دوستان یه چی براتون بگم، اینقدر این خوب و کوچولو و ظریفه که رفتم من اینو آوردم تو اتاق خودم، گذاشتم تو اتاق کار. بذارید بهتون نشون بدم چقدر کوچیکه واقعا. نگاه کنید تمام این دستگاه اینقدره، میبینید تمام این دستگاه اینقدره. بذارید سیمای برقشو، سیمی که به تلویزیون میره، و اینجا من اینترنت با سیم استفاده کردم، ولی شما میتونید اینترنت بی سیم استفاده کنید. نگاه کنید دوستان، اینه قد یه کف دست میگفتن، درسته؟ ببینید من تو دستم من اگه اینجوری مشتمو به شما نشون میدادم، شما میدونستید که این تو دست منه؟ البته خب دست بنده یکم گنده است، اب نداره. ببینید قد کف دست، پهناش 1 سانتی متر. من اینو میذارم کف دستم، انگشتامو میبندم، اینجوری به شما نشون میدم، دیگه شما نمیبینید. ریموتش هم اینه، خیلی ریموت جالب و ساده ای هست و جویستیک داره، بک داره، هوم داره. من انقدر خوشم اومده از این که اینو آوردم گذاشتم اینجا توی اتاق خودم. بذارید این تلویزیون روشن شد، خاموشش کنم، دستم خوردش. و امروز صبح داشتم نگاه میکردم، این بر فیلم، این بر سریال، اون بر چیز. اون روزم براتون گفتم یه قسمتش هم که واقعا خوبه و منو شما رو از این بحث‌های بیهوده سیاسی توی مهمون‌ها ممکنه نجات بده، اون موسیقی بدون کلام کاراوکیه که شما موزیک رو میذاری، مثلا میگه ستار همسفر، ولی ستار نمیخونه، جای ستار من میتونم بخونم. حالا شایدم از ستار بهتر بخونم، شایدم از ستار بدتر بخونم. اگه بدتر خوندم که شما میگی بابا عجب ستار خوب خوند، پس میری نوارای اونو میخری. بمانم اینم از این. سعی میکنم این هفته با این دوستمون یه صحبتی داشته باشم. خب و اما آقای پاپ دوباره گفت از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. من بارها بهتون گفتم اونایی که میگن آقا این پاپ عجب آدم خوبیه، این پدر مقدس کاتولیکا هست، این دوستان به نظر من از همهشون بدتر، از همهشون پدر سوخته تره. درست زمانی که گند کلیساها در اومده بود، بوی گندش داشت همه رو خفه میکرد، اون یکی رفت کنار، این اومد این گفت شما ناراحت نباشید، من میدونم چجوری این ملت رو دوباره برگردنم توی این مردا و ازشون پول بگیرم. گفت گیا به من چه آقا، من چه کار کنم، نمیدونم اونام میتونن بیان، خانمام میتونن بشن پدر روحانی، آنونا بشن مادر روحانی. چند مدت پیش نقل ابورشن یا سخت جنین، دوباره امروز آمده گفته که اینایی که سخت جنین کردن اصلا گناهی نکردن، یا خودش بین خودشون هست و خداشون و فلان، اینها برید کنار. همش میخواد به هر ترتیبی شده مردم رو راضی نگه داره تا به این صفحه های تاریک مذهب مسیحیت پی نبرن. میدونید خود مذهب مسیحیت چند شاخه شد، برای چی شد؟ پروتستان یعنی پروتست کردن، تظاهر کردن، تظاهرات را انداختن، اعتراض کردن به اون اولی که آقا زن گرفتی ما دیگه نمیتونیم طلاق بدیم، یعنی چی؟ باید بسوزیم و بسازیم، طلاق و اینا را آوردن توی. یا اون یکی که میگفت این مرده اگه میره تو کلیسا دیگه نباید زن بگیره، گفت آقا این مرده که میره تو کلیسا میگی نباید زن بگیره، این زنه که میره تو کلیسا میگی نباید شوهر کنه، برو ببین تو توالتای کلیسا چقدر بچه به دنیا نیامده انداختن که اینها با هم بودن حامله شده بچه ها، یعنی همون مادر روحانی ها، نمیدونم نان بهشون میگن چی میگن. در هر صورت اینم از آقای پاپ که امروز پاپ extends pardon for abortion. pardon یعنی بخشیدن،
عفو کردن، میدونید وقتی هم داری تو خیابون راه میری تند میخوره به یکی میگی پاردن می، یا اگه یه چیزی رو متوجه نمیشی میخوای دوباره برات بگه، مثلا میگی پاردن می چی گفتی، دوباره بهت میگه. ایشون میگه که بخشیده شدین. حالا اون کسی هم که فکر میکرده گناهکاره حالا بخشیده میشه چیکار میکنه؟ این یه شنبه میره کلیسا، کلیسا که میره چیکار میکنن؟ سبد گدایی رو میارن جلوشون، سبد گدایی رو که دید جلوش اومد چیکار میکنه؟ نون شبش هم، پول نون شبش هم میندازه تو. این هم از این ماجه. ساعت 2:48 دقیقه است. دوستانی که امروز ما را از فیسبوک میبینید بنویسید که صدا و تصویر ما چگونه است، چون ما یه سیستم باز جدید، والا روز یه شنبه بود یا شنبه بود اینجا نشستم داشتم یه کاری انجام میدادم، یکی گفت آقا تو شنبه یه شنبه ها باز وقت میذاری برای تلویزیون مردم، گفتم چه کار کنم، وقتی که عشقت شد این عاشق شدی دیگه شنبه و یه شنبه نداره، عشق آتش بود و خانه خرابی داره. بله اینجا جلال تنها و ایرانیان کانادا و اینها هم هستن، روی صفحه خود من آمدن از فیسبوک میبینن و ممنون میشم اگر کسایی هستن که میتونن، چون ما یه دو بار هی نق زدیم که چرا این کار نمیکنن، یه دوستی گفت آقا شاید نمیتونن، شاید مشکل دارن، مثلا اگر شیر کرد روی فیسبوکش ممکنه اون موقع مثلا رئیسش ببینه، همکاراش ببینن، اینها براش دردسر بشه. الان این فیسبوک هم من نمیفهمم، مثلا اون بالاش مینویسه 3 نفر، این پایین نوشته 312 نفر ریچت، ریچت یعنی رسیدن. چی کار میکنن؟ میان نگاه میکنن تا من هستم فرار میکنن، یا نمیدونم، یا اونایی که پلی رو میزنن و شروع میکنه میبینن اونا رو میشماره، اون باقیه رو نمیشماره. من خلاصه این ویو و ریچ و اینای فیسبوک هم متوجه نشدم. فیسبوک انقدر چیزای اضافی گذاشته، انقدر آمار و ارقام میده، مثل همون نشنال سکیوریتی به سازمان امنیت آمریکا، انقدر اطلاعات جمع میکنه که دیگه نمیتونه اطلاعات دقیق و به درد بخوره از داخلش بکشه بیرون. یعنی ماشین از رو پل رد میشه، مینیسه امروز 1,000,000 ماشین رفت تو نیویورک، 80,000 تا اومد بیرون، 200,000 تا فلان، همه اینا رو بهت میده، ولی یکیش که یک کاری کرده که آقا اونو برو دنبالش، اینا رو دیگه نمیتونن. اینو چند وقت پیش یه اسنودن هم گفت، گفت دولت آمریکا چون اونایی که در رأس هستن اصلا فکرشون با مردم یکی نیست، اینا همش فکر اینن که نمیدونم مثل جاسوسی کنن برای مردم، اینا انقدر اطلاعات جمع میکنن این اطلاعات اصلا فایده نداره. و شما تا حالا دیدید هر کسی آمده یک کاری انجام داده، بمبی گذاشته، مدرسه ای رو نمیدونم رفته چیز کرده، میگن ای داشتیم اینو چک میکردیم. خب اگه چک میکردید چرا نگرفتیدش؟ چه فایده ای؟ بر همین اساس یه تبلیغ قشنگی ساخته، طرف میره دندونپزشک، دندون پزشک میاد با لباس نگاه میکنه و اینا، میگه این دندونت خراب و اینا، خب برو. میگه خب چرا درست نمیکنی؟ میگه من که درست نمیکنم، من فقط نگاه میکنم، من مانیتورم، دولتم فقط داره مانیتور. مانیتور یعنی نگاه کردن. شما مثلا میدونید صفحه تلویزیون هم یه مانیتوره که شما نگاه میکنید میبینید چه کانالایی هست، ولی یکیش انتخاب میکنید اونو تماشا میکنید. دولت فقط داره اینا رو ریکورد میکنه، فقط داره از این کانال به اون کانال میزنه، همه رو داره ولی تا حالا نتونسته استفاده صحیح کنه. از طرفی دولت میگه که شما نمیدونید ما چقدر تا حالا استفاده صحیح کردیم و چقدر باعث شدیم که انفجار انجام نشه. لکه‌ای روی عینک من هست، ببخشید. انفجار انجام نشه، کشت و کشتار نشه، چنین نشه، چنان بشه، ولی فقط شما میبینید اونایی رو که انجام میشه. اینم درست میگن خدایش. و در کار سکیوریتی و امنیت و اینها میگن هزار بار اگه طرف موفق نشه، اونی که میخواد یه کار خلاف انجام بده، ولی یه بار موفق بشه، اونجا به اصطلاح مردم صدمه میبینن و میان بعدن طلبکار میشن از ما. خب ویدیوی آقای شیرزاد رو از فیسبوک بهتون نشون دادم، صداش اشکال داشت، من فکر میکنم به احتمال 99% یا میکروفون شما روی اسکایپ و این لاک شده، باید مثلا اسکایپ رو خاموش کنید وقتی میخواین از چت یا از ریکوردینگ فیسبوک استفاده کنید، یا اینکه دو تا سیستم دارید، یکی
دوربین کامپیوترتون بود، یکی هم این دوربینی که این ور بود ما میدیدیم، در صورت ما این ور رو میدیدیم شما داشتی اون ور صحبت میکردی و بماند. آقای مجری نامه یکی از بینندگان گفتم، براشون هم ایمیل فرستادم، پاسخی ندادن. و اما دوستان، سازمان مجاهدین به کجا میرود؟ روز جمعه من با مادر یکی از اینهایی که الان توی آلبانی هستن صحبت کردم، خانم رضایی که اهل چیز هستن، شهرزا، و واقعا تا چند ساعت بعدش حال خود من اصلا منقلب بود. یه مادری چند سال باید منتظر باشه؟ من بارها به مادر خودم گفتم، درست حالا شما میگه ای کاش زخمی شده بود داداشت، ای کاش اینجور شده بود اونجور شده بود، ولی بعضی وقتا این عزیزانمون اگر به اصطلاح کشته میشن، بهش این آمریکایی هم میگن، میگن یک کلوزینگی هست، یعنی دیگه اون خانواده خیالش راحته، جنازه رو برده خاک کرده، دیگه میدونه بچهش مرده میره. من آرزو میکنم تمام این دوستان که در انتظار فرزندانشون، عزیزانشون هستن، اینها رو زنده ببینن. ولی از سازمان مجاهدین میپرسیم آقا خانم چند سال اینا چشمشون به در باشه؟ باباه میمیره، میخواد بمیره توی به اصطلاح رخت خواب انتظار، برادرش میگه من اون هستم که این، بلکه میدونید میگن بعضیا وقتی منتظر یه چیزی هست جون نمیدن تا با اونو ببینن، طرف میگه مثلا من پیمانم، اونو میذاره بره. در صورت اون مصاحبه رو اگه ندیدید، ما هر روز تا جمعه پخش میکنیم، ضمن این که در کانون آوا، صفحه کانون آوا هم هست، آوا خط فاصله association.com، برید ببینید. ولی سوال من این بود که این سازمان مجاهدین به کجا می رود؟ ما بارها از دوستانی که مسئول سازمان هستند، از دوستانی که هوادار هستند، از دوستانی که وزیر مقاومت ملی هستند مثل آقای فیلابی خواستیم بیان صحبت کنن، اینها به یه بهونه در میرن. شما به من بگید که این سازمان مجاهدین به کجا میره. من یه نوشته ای رو به شما نشون میدم و امروز اتفاقا رفتم آرشیو کانون آوا رو نگاه کردم، چون اینا یه آرشیوی دارن که نشریه‌های مجاهدین رو اونجا نگه داشتن، ولی نتونستم به تاریخ سال 58 برم. و متاسفانه روی اینترنت این روزا نمیشه اطمینان کرد کی این نامه‌ای که گذاشته یا این عکسی که گذاشته درسته یا دروغه. میدونید که الان یه عکس لختی از خانم هیلری کلینتون گذاشتن که آقای خانم هیلری کلینتون گذاشتن که آقای ترامپ مثلا دست کرده تو پرپاچش. خب این معلومه که فتوشاپه، ولی بعضیا میگن نه آقا این اصلیه، اون موقع اینا با هم دوست بودن. میگم بابا تو مراسم عروسیش هم رفته، ولی اصلا این لباس و کت شلوار ترامپ نیست، برو دنبال کاره. بمانه این اون روز گفتم تو، من با مهداد به اصطلاح داشتم کلکل میکردم، مهداد میگه نه آقا شما هر چی میبینی باور میکنی. میگم آقا این نوشته، شما هم نشریه اون روز رو بیار بگو این دروغه، من اینو نشون میدم اونم نشون میدم، یا اصلا اونی که به من نشون بدی دیگه من اینو نشون نمیدم. اینجا دوستان، سازمان مجاهدینی که امروز آویزون شده به آمریکا، سازمان ضد امپریالیستی که حتی یکی از مشاورین مستشارای آمریکایی رو توی ایران ترور کرده بود، بعد میگه نه اون شاخه نمیدونم فلان اون بوده، ما یک شاخ دیگه هستیم. ببینید پیشنهاد مجاهدین خلق درباره لانه جاسوسی آمریکا، کیا بگن لانه جاسوسی؟ کسایی که باور دارن این گروگانا به اصطلاح دیپلمات نبودن، جاسوس بودن. سازمان مجاهدین خلق ایران طی نامه‌ای به حضور امام خمینی پیشنهاد کردند که لانه جاسوسی آمریکا به موزه جنایت. این غلط، وقتی شما میگید سازمان پیشنهاد کرد باید باشه، نه کردند. اگه افراد سازمان باشه جمعه، ولی وقتی شد سازمان مفرد میشه و اب نداره، اینقدر غلط قلوت نوشتیم که بماند. پیشنهاد کردند که لانه جاسوسی آمریکا به موزه جنایات آمریکا و شهدای انقلاب تبدیل شود. متن نامه به شرح زیر است. حالا من براتون این قسمت رو بزرگتر کنم تا شما بهتر ببینید. Select area. متن نامه. بله. نوشته که به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران ضمن بزرگداشت اراده ضد امپریالیستی دانشجویان پیرو امام در اقدام
به در اقدام به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا که امیدواریم مقدمه قطع کلیه وابستگی های استثماری یا استعماری میهن ما باشد، بدین وسیله به خواهران و برادران عزیز دانشجو پیشنهاد میکند. اینجا درسته، پیشنهاد میکند که چنانچه موافقت داشته باشند مطلقا یا از محضر نمیدونم از محضر امام استدعا نماییم پس از قطع رابطه با آمریکا لانه جاسوسی مزبور به موزه جنایات آمریکا و شهدای انقلاب تبدیل گردد، کما اینکه لانه جاسوسی اسرائیل قاسب نیز در گذشته به سفارت فلسطین ارتقا یافت، باشد که با تأسیس چنین موزه‌ای و چنین موزه‌ای پیام رهایی بخش ضد امپریالیستی انقلاب اسلامی از مرزهای ملی نیز درگذشته و ندای آزادی و رستگاری را به گوش تمام رنجبران و مستضعفین جهان برساند. مرگ بر امپریالیسم آمریکا استوار باد پیوند رهایی بخش ضد امپریالیستی همه ستمکشان و مستضعفین جهان مجاهدین خلق ایران. تاریخ 17/8/58. دوستان اگر کسی دسترسی پیدا میکنه به اون نشریه یا میدونه ما میتونیم از کجا پیداش کنیم بگه، یا اگه کسی میدونه این قلابی اون درسته درست برای ما بفرسته. و اما این هفته تانکسگیوینگ هست، روز شکرگزاری، آخرین پنجشنبه ماه نوامبر. هر سال هم عوض میشه، یه وقت 22 یه وقت 23، بله فکر کنم همیشه هم پنجشنبه در هست. امسال 24 و همه آمریکا سعی میکنن یک بوغلمونی که اون وقتا تو ایران وقتی میگفتن آقا طرف نمیدونم نون بوغلمون میخوره چقدر افتخار بود، حالا میفهمیم اصلا نه مزه ای میده نه چیزی، ولی خب دیگه چون رسمه بوغلمونی درست میکنن. هر کسی هم یه ترتیبی داره، یکی میبینی بزرگ خانواده دیگران رو دعوت میکنه، یکی میبینی اونی که خوب بلده آشپزی کنه دیگران رو دعوت میکنه، یکی هم میبینی وقتی خانواده هاشون نیست دوستان دور هم جمع میشن. در هر صورت ما هم چندین سال هست که جمع میشیم دور هم، فامیلی و دوست و اینها. فامیلی وقتی بزرگ میشن دیگه، حالا این فامیلی شما نیست، این فامیلی یکی دیگه هم شده. در هر صورت بمانه این پنجشنبه همه میخورن تا اینجا، جمعه صبحم که باید بدون با سرعت برن حراجی ها چیای آشغال بخرن برای کریسمس، ولی قبلش چهارشنبه 23 کنسرت کی هست؟ کنسرت اندی. بذارید من این اندی رو یه دونه عکسش رو بذارم اینجا، کنسرت اندی، و این پلیر 4 رو هم برای شما نشون بدم. اگر در کالیفرنیا هستید یا جاهای نزدیک به کالیفرنیا دوست دارید اندی و شینی رو چهارشنبه شب ببینید، این مشخصاتش. اگرم الان ندیدید به اصطلاح این مشخصات رو ناراحت نباشید، ببینید اینجا گذاشتیم روی وبسایت مردم تیوی، میتونید برید اینا رو ببینید، مشخصات، تلفن، همه چی اونجا هست. و من سعی میکنم چهارشنبه هم یا فردا روی صفحه فیسبوک هم بذارم، چون من برنامه های اندی رو هر وقت که اومده اینجا تونسته باشم رفتم، چون برنامه هاش خیلی خودمونیه، خیلی باحال و شور و هیجان هست. خب خیلی هم ممکنه خوششون نیاد، کسی که شما رو با قول و زنجیر نمیبره نریم، بریم یه جای دیگه. ما برای اونایی میگیم که دوست دارن، خوششون میاد، داریم خبر میدیم که تویی که دوست داری. اگر نمیدونستی چیه، اندی داره میاد این برنامه، نه تو اینجا، توی کالیفرنیا این برنامه رو اجرا میکنه. خب درباره این که اگه یه اشکالی پیش آمد به اون یکی بگیم و اینها، من اون روز یه باتری عوض کرده بودم، گذاشته بودم اینجا که نندازم سطلاش. همسرم اومد گفت این باتری نوه یا کهنه است؟ گفتم کهنه است. گفت خب اگه کهنه است گذاشتی اینجا اشتباه میشه. گفتم نه، نو تو یخچاله. میگن باتری ها رو اگه تو یخچال نگه دارید عمرشون طولانی میشه. گفتم اینم ننداختم تو سطل آشغال،
دوستان باتری ها وقتی شما فکر میکنید ضعیف شده دیگه کار نمیکنه، میندازین سطل آشغال، مخصوصا باتری های 9 ولت کتابی میگن، اینا ممکنه شروع به آتش سوزی بشه. مواظب باشید، روی یوتیوب نگاه کنید، یاد بگیرید چجوری این باتری ها رو به اصطلاح یا چسب بزنید رو سرش، یا توی کیسه های زیپلاک پلاستیکی بذارید ببندیدش، یا ببرید توی توی بست بای و توی جاهایی که آفیس دیپو و اینها که تلفن و اینها، نه فقط باتری های معمولی 9 ولت، حتی باتری 1.5 ولت میگه انداختیم توی سطل آشغال، بعد پسرمون دخترمون آدامس خورده، این روکش آدامس هست، یه طرفش کاغذه یه طرفش آلومینیومه، این آلومینیومه که افتاده اونجا بین این دوتایی که شما 1.5 ولت دیگه فکر کردی این دیگه باطل شده، ولتی نداره، امپی نداره، آمپری نداره، این باعث آتش سوزی شده. من بهتون گفتم حتی یه فیلمی چند مدت پیش دیدم که پلیس فکر میکرد این صاحب مغازه این مغازه رو آتیش زده که یه پولی از بیمه بگیره. اینجا بعض وقتا این کارا رو میکردن، رستوران ها هم استادش بودن، بعضی از فروشگاه ها هم چیاشون سیگار و وسایل و اینا رو میفروختن به یکی دیگه، شب خالی میکردن میگفتن آتش سوزی شده، بعد هم موقع نشون میدادن آقا ما مثلا 5000 دلار فقط سیگار خریده بودیم روز قبلش، نمیدونم این خریده بودیم اون خریده بودیم. وقتی که پلیس هی میخواد بره دنبال اینا که بلکه بگیردشون، یه فیلمی از این سکیوریتی کامراها، کامراهایی که برای دزدی اینا میذارن، یکی از این فیلم‌ها که توی اتاق پشتی بوده نسوخته بوده که الان این روزا دیگه توی اتاق پشتی هم نیست، یه جای دیگه ضبط میکنن که نسوزه، دوز نتونه ببره. اون وقتا دوزی که وارد بود میومد میرفت اون دستگاهه رو که مثل یه VCR پلیر بود برمی‌داشت میبرد با خودش، الان دیگه اینجوری نیست، دوربین هر چی نشون میده فوری می‌بینید الان رو فیسبوکه، دیگه کسی نمیتونه بیاد این دوربینو بشکنه اونم ورداره بره، این دیگه رفته رو فیسبوک، یه جایی مثل فیسبوک 8 تا دوربین که هست ضبط میشه اونجا، بعد هر کی میخواد میتونه بیره برداره، بعضی هاشون بعد از 30 روز پاک میشه، بعضی هاشون بعد از 2 روز، بستگی به اون چیزی که شما گرون خریدی یا مموری و ظرفیت و حافظه ای که داره. این پلیس نشسته بود نگاه میکرد، یه دفعه دید آقا یه دوربینی داره نشون میده که سطل آشغال اون کنار شروع کرد به دود کردن، بعدم آتیش گرفت. میگفت اینا بعضی وقتا چیزی که میریزن داخل این حالت اسید داره برای تمیز کردن اینا، بعد میره رو چوب، میره رو چوبی که مثلا انداختن یا یه جنسی که مثل کاغذ و اینا هست، شما اسید رو بریزی رو کاغذ آتیش میگیره. خود من سالها پیش یه شلوار لی خریدم از بندرعباس، اون موقع هم از بندرعباس مثلا شلوار می‌خریدی قاچاق بود بیای شیراز، قایمش کردیم اینجا، اینجا این ماشین باتری بود، این رو اسید باتری وقتی آوردیم شیراز بچه داشتیم دیدیم شده شورت، سوراخ 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 همه جاش پاچه و ایناش، گفتیم اینم میگن قاچاق، نه یا ما قاچاق آوردیم شلوار برای خودمون ببینید چی شد. در اصل مواظب باشید باتری‌ها رو به اصطلاح نگه دارید جایی که پلاستیک باشه، اون دوتا سرش باتری های 9 ولت دوتا سرش مثبت منفی بالاست، الان اون پشت دستم نمیرسه، و یه چسب بزنید یا بذارید توی کیسه پلاستیک، یا حتی پس پلاستیک هایی که خاربار میخرید بپچینش تو اینا، ولی تک تک باشه که حالا با یه باتری دیگه نباشه، خود همین دوتا باتری اینجوری بزنید با هم ممکنه حتی آتش سوزی را بیفته. اینم از این کنسرت اندیرم گفتم، باتری های کهنه و آتش سوزی رو گفتم، سال روز کشته شدن داریوش و پرواز فروهر، پرواز اسم خانمش بودی بس که پروانه، ببخشید پروانه فروهر رو گفتم، 1377 الان سال 95، 2 سال دیگه میشه 20 سال، یعنی 18 سال از کشته شدن کشتار فجیع این دو گذشت. پیام شیرزاد جلیلی رو تو فیسبوک نشون دادم، و دوستان اینجوری برنامه اجرا کردن می نویسی دیگه سنت گرفت بالا، خیلی به مغز چیز نکن، تکیه نکن که فردا در این مورد صحبت کنم، یکی یکی هر چیزی یادت میاد می نویسی. از اون برم بهتون گفتم که امیدوار بودم از این دوشنبه آقای حسن قضایی اون به اصطلاح چند دقیقه خبر با شما باشه، ولی نیومد، این دوستان به اصطلاح نمیان اون
obligation بهش میگن. obligation مثلا من حس میکنم که یه obligationی دارم، احساس مسئولیت میکنم که باید ساعت 2 برنامه شروع بشه. باور کنید من به خاطر این دوربین جدیدی که برای این فیسبوک گذاشتم اینجا گیر این افتاده بودم، روشن نمیشد، برنامه 2:01 دقیقه شده بود، ناراحت بودم. ولی دیدم تو تلویزیون های کار کردم که میگم آقا دیر شد، خب شما چه کار میکنید؟ میگه آقا گروه پدرشون مگه پول بهمون دادن. اینا احساس مسئولیت نمیکنن، اینا فکر نمیکنن آقا تو در مقابل مردم وظیفه داری. و بارها این مثال رو زدم، من اگه به شما قول بدم فردا میام مجانی شما رو سوار میکنم میبرم میرسونم مدرسه، سوار میکنم میبرم میرسونم مطب دکتر، فردا وظیفه منه، وظیفه من از اونی که پول میگیره تاکسی بالاتره، چون شما این تاکسی نیومد سوار تاکسی بعدی میشی، ولی وقتی من بهت گفتم منتظر من وای میسی. بعد من اگر نیومدم شما اگر گفتی سوربی من نوبت دکتر گرفتم، نمیتونم بگم آقا من نوکر باباتم، خب دلم میخواست بیام نشد بیام. این نشون میده که من آدم نادونی هستم، احمقی هستم. من اگر نتونستم بیام به دلایلی که عذر موجه است، باید تا اون اتفاق میافتاد شما رو خبر میکردم خانم آقا که شما منتظر من هستی، ماشین من تصادف کرده، ماشینم روشن نشده، شما منتظر من وای نس و برو. ولی ما این کارا رو نمیکنیم. و حتما شما هم دیدید افرادی هستن که میگه آقا مگه بهم پول داده بودی پیش پیش، حالا اونی که میخواستی بهم بدی نده. این میشه این زندگی ما. آقای حسن خزایی میاد میگه من امروز میتونم صحبت کنم، میگم نه عزیزم امروز خودم هم صحبت نمیکنم، 2 ساعت با کانون آوا هستم، 1 ساعت با آقای دکتر چمنارا و نصر احمدی هستم، 1 ساعت با آقای دکتر افشارا هستم، خودم هم صحبت نمیکنم. دوشنبه بیا، بعد دیگه نمینیسه میام یا نمیام. ای داد. خب ببینیم چه باید کرد. آها اینا رو نوشتم اینجا، یه سری هم گذاشتم توی فولدر. مثلا آقای مهدی خانبابا تهرانی که میدونید یکی از فعالای سیاسی قدیمیه، حقیقتش من تا امروز هم نمیدونم ایشون کمونیسته، چپ راسته، چون ما چپ و راست هم تو ایران نفهمیدیم چیه. هر کی گفتن چپه فکر کردیم کمونیسته، در صورت که کمونیست که چپ نمیتونه باشه، چپ اونیه که با اون سیستم موجود مخالفت میکنه. دلیلش هم این بوده گویا تو مجلس انگلستان اینایی که مخالف اون حکومتن چپ میشینن، اونایی که موافقن راست میشینن، یه همچین چیزی من شنیدم، نمیدونم اینم نوالد نیستی. در اصل ما نمیدونیم آقای محمد، آقای مهدی خان بابا تهرانی جزء چیه، لازم هم نیست بدونیم. بنده خداها روزی که جوان بودن و فعال بودن چه کردن؟ یه کتاب خوندن فکر کردن فیلسوف شدن، 10 تا کتاب خوندن فکر کردن استاد شدن، به این روز افتادن. حالا که دیگه پیر و مریض و ایشون نوشته پروانه ای که ترور شد، تراژدی ای که به کمدی تبدیل شد. آنگلا مرکل برای 4مین بار پیاپی نامزد صدر اعظمی آلمان شد. دوستان این ماجرای صدر اعظم و نخست وزیر و پرزیدنت و امپرور و نمیدونم کینگ و کوین و اینا رو شما متوجه شدید؟ من 2 سال آلمان زندگی کردم، اون موقع حقی نداشتم رأی بدم، اون گرین پارتی و نمیدونم اینا رو یه 2 تا شناخته بودیم و یه چیزایی هم به اصطلاح شبا تو خبرها گوش میدادیم، ولی هیچ وقت فعال نبودم توی کارهای سیاسیشون. این ماجرا چیه؟ آلمان پادشاه داره، رئیس جمهور داره، صدر اعظم داره، ماجراش چیه؟ چرا تعریف اینا چرا اینجوریه؟ مثلا توی آمریکا یادم من یه مدتی میگفتم نخست وزیر آمریکا اون دوستمون آقای میدون شاهی، که همین آقای میدون شاهی هم نمیدونم مثل که فامیلش تو مجاهدین بودن، از موقع که ما برنامه مجاهده رو گذاشتیم ایشون هم با ما بد شد، بعدا فکر کنم دخترش یه کسی تو مجاهدینه اون میدون شاهی. در صورت اون گفت که نه آقا تو آمریکا شما هستی، نمیدونی شما نخست وزیر نداری، که این معاون رئیس جمهوره. گفتم شما درست میگی، مذهبی اینجا بهش میگن وایس پرزیدنت، الان هم که دیگه میگن وی پی و اینجا آمریکا زود خلاصه میکنه. ولی این چیه؟ 4 سری میتونه صدر اعظم باشه. بعد صدر اعظم یعنی چی؟ اونا وزیرا اعظم هن. این صدرشونه.
وزرا انتخابش میکنن، مردم انتخابش میکنن بماند. پرستو فروهر گفته خانه پدر و مادرم آینه کوچکی از سرزمینم. آخرین سفر آقای رئیس جمهور، کارگران طی جمعی در مقابل مجلس شورای اسلامی علیه لایحه اصلاح قانون کار اعتراض کردند. و اگر به دریافت ایمیل به اصطلاح تمایل ندارید لطفا اطلاع دهید. خدا پدرش رو بیامرزه که اولا اینو میپرسه. و اما یک خبری من بهتون نشون بدم که من شنبه شب که با یه مهمونی بودم و دوستام و اینا رو دیدم، دوستان باورشون نمیشد که آقا 20 میلیون دارن تدارک میبینن که اینها برای اربعین برن کربلا. دلیلش هم اینه که ایران میخواد به اصطلاح به عربستان سعودی شاخشونه بکشه، نشون بده که ببین تو به ما گفتی حالا عربستان سعودی تحریم تو سرت بخوره، خب ما مردم رو برمیداریم میبریم عراق، به اصطلاح پولا اونجا خرج میشه. بذارید ببینم کامرای 3 نگهش دارم بخونم براتون این خبر رو. بله کامرای 3 میایم پایین. آها نوشته کربلا در برابر مکه 20 میلیون عزادار مراسم اربعین. گفته شده تا کنون بیش از 2 میلیون زائر ایرانی وارد خاک عراق شدند و بیشتر آنان خود را به شهر کربلا رساندند. بسیاری زائران مسیر نجف تا کربلا را پای پیاده طی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در زمان مراسم اربعین زندگی روزمره در بغداد و مناطق جنوبی عراق فلج شده است. یک عکس و دو عکس هم نیست. بله بذارید من این بیارم پایین این عکس ها رو بهتون نشون بدم. اینجا بله حتی عکسایی بود اون دوستمون فرستاده بود هفته پیش، اگه بتونم بهتون نشون میدم، که سر مرز مهران به اصطلاح بله همین این ماجراهایی که طرف نزد داره و اینا، حالا دیگه راه میافتن توی راهها مسافرخونه و هتل و اینا که یه دفعه نیست، برای سال یه بار که یکی میاد. اینا مردم بلند میشن میرن از همدیگه پذیرایی میکنن. حتی نشون میداد کانال نمیدونم پرستیوی بود چی بود که یه سری نشستن پاهای اینا رو ماساژ میدن که اینا بتونن به راهشون ادامه بدن. حالا شما هم بشین آقایون اینجا هی امضا بگیرین، هی بگین ما فردا میریم، پس فردا میریم. آقای این وطنخواه دیوانه هم پول خواهرش رو تلف کرد، پول خودش هم تلف کرده، فکر کنم به زودی اینم میفته به زندان از بدهکاری، چون اینجا این ماهواره یا زرنگ شدن. میگه شما اگه میخوای قرارداد ببندی ما دیگه یه اسمی بنویسی ABC TV قبول نداریم. شما به نام ABC TV باش ولی خودت شخصا گارانتور هستی یا تضمین میکنی. و اولین عقب نشینی ایران مقابل ترامپ، ببینیم چی گفتن، چون از اون ور ما شنیدیم که ایران گفته اگر ترامپ بخواد عقب نشینی کنه از عقب نشینی، نه این کلمات اگه درست استفاده کنیم معنی بهتری میده، اگر بخواد به قول و وعده و وعیدها و قرارداد برجام به اصطلاح عمل نکنه ما قانونا سوش میکنیم میریم دنبالش. این ایران گفته. حالا اینجا این دوستمون برداشته نوشته اولین عقب نشینی ایران مقابل ترامپ. وبسایت خبری عیون الخلیج به نقل از وال استریت جورنال گزارش داد ایران 11 تن آب سنگین را به یکی از بنادر خود منتقل می کند تا کار خارج کردن این حجم از آب سنگین به بیرون از خاک خود را به اتمام برساند. بعد میگه که ادامه عین الخلیج در ادامه طی ادعای عجیب گزارش داد این اقدام ایران عقب نشینی و تسلیم شدن مقابل خواسته های ترامپ محسوب می شود. خب اگه این جزء یکی از مفاد اون قانون قرارداد بوده که انجامش که عقب نشینی نمیشه، انجامش نشون میده اینها زرنگی دارن میکنن، انجام میدن که بعد بگن آها ببینید ملت دنیا به آمریکا نمیشه اطمینان کرد، چه اوباما چه ترامپ. در اصل این خبر اینجوری نوشته بود ما اینجوری براتون خوندیم. و اما میگه که
آقای آریانپور امروز در وبلاگشان مقاله جالبی در مورد جهان سوم و علل عقب ماندگی نوشتند. این دوستمون نوشته که به آقای افشارها توصیه کنید بخوانند. نه، شما ایمیل بلدی استفاده کنید، با آقای افشارها خودتون اون مقاله رو بفرستید. ایمیل آقای افشارها info@kaveacademy.com هست. ممنون و متشکرم. و اما بریم سراغ ترامپ. ترامپ این ماجرایی که به اصطلاح الان صحبت گرم رسانه‌های آمریکاست و اینجا هم شنبه شب جوک درست کرده بودن، نشون میدادن که آقای ترامپ یکی یکی، این برای این دوستمون که میگه ایران عقب نشینی کرد، یکی یکی هر چی بهش میگفتن آقا اینجوری، گفتن شما گفتی من این بیمه های اوباما رو باطل میکنم، ولی اینها 20 میلیون هم، وقت اینها رو چیکار میکنی؟ بذار من عکس ها رو براتون بزرگتر کنم. بعد گفت که خب ولشون کن باشن، گفت که نمیدونم گفتی مسلمان ها اینجوری چیکار میکنی، گفت اونا رو فعلا ولشون کن. یعنی آقای ترامپ از شبی که قبول شده یکی یکی چیزاشو داریم، تغییراتشو داریم میبینیم. و من قولتون میدم اولین کسایی که از ترامپ به اصطلاح زده میشن و ازش ناراحت میشن همون طرفدارای خودشن. و یه چیز خطرناک اینه که طرفدارای این همونایی هستن، یه عده زیادشون، چون یه دفعه گفتیم بی سواد و اینها، خانم شایسته الهامی برداشت نوشت که نه همشون بی سواد و اینا نیستن، شما به رادیو تلویزیونای آمریکا دارید گوش میدید و اینا چنین هستن و چنان. باش قبول کنیم که یه عدهشون کم سوادن، حتی خود ترامپ میگه من دوست دارم اینایی که بی سوادن، کم سوادن، به اصطلاح چی میگن، بلو کالر، یعنی لباسای آبی دارن، کارگرها اینجا لباس آبی میپوشن، اونایی که تو دفتر کار میکنن بهشون میگن وایت کالر، یعنی یقه‌هاشون سفیده، لباسشون سفیده. اینم آقای ترامپ نشون میده سالها که این مثلا تو لیموزینش الان عکس داره میاد میبینید، مثل دفتر کارش تلفن و روزنامه و نقشه‌های ساختمون و اینا هم اونجا بوده. و میشه گفت این جوان با وجود این آقا وقتی هم که جوان بوده، با وجودی که پدرش ثروتمند بوده، با وجودی که خودش میگه من یک هفته بیشتر برای بابام کار نکردم و همش پولدار بوده و اینها، ولی این شب و روزش رو گذاشته برای بیزینس و به همین خاطر میگن بیزینسمن موفقیه، چون چندین بار تا حالا رفت. خود من یادمه دونالد ترامپ از بیزینس رفت بود بیرون که میگم من حالا که وضعم خرابه دوستان خوبم رو که با هم موندن شناختم و اگه برگردم پدر اون دوستای بد رو در میارم، که برگشت احتمالا این کار رو هم انجام داده. حالا چند تاشون زیر آبن، چند تاشون زیر خاکن، چند تاشون به خاک سیاه نشستن، من نمیدونم. اینم آقای ترامپ نشون میده با هلیکوپتر مخصوص خودش داره بالای نیویورک میچرخه، اینجا هم نشون میده در مجالس و مراسم، و اون موقع هم خیلی خوشتیپ، حالا یک کمی این با این کوتای گله‌گشاد و ایناش مثل بازاریا میگرده، ولی اون موقع که جوان‌تر بوده خوشتیپ و اینها. و میبینید توی این برنامه مثلا با دیوید لدرمن اومده، این مال سال 1987 و دوستان من تا 30 سال پیش رو که به اصطلاح نگاه کردم، این از 30 سال پیش چندین بار گفته بود که مایل هست رئیس جمهور، یعنی اگر رئیس جمهور بشه خیلی از اشکالا رو برطرف میکنه، ولی هر وقت که بهش گفته بودن گفته بود نه من هم کار بیزینس انجام میدم. حالا دیگه لابد پیر شده، دیده هر چی خواسته، زن جوان خواسته داره، پول خواسته داره، هر کسی رو خواسته بدبخت کنه کرده، گفته خب آخرین و بالاترین قدرتی که تو آمریکا وجود داره رئیس جمهور شدنه، پس بذار ما اینو هم امتحان کنیم، داره امتحان میکنه. و میبینید با چه انرژی، آها این عکس دوستان اول فرستاده بودن برای من که این آقا رفته ایران و میخواد، یعنی ترامپ، حالا خیلی جالب این عکس رو سفید سیاه کرده بودن، نوشته بودن یک سال قبل از انقلاب، ما هم نشون دادیم، یک سال قبل از انقلاب آمده بوده شمال ایران، میخواسته کازینو درست کنه که درست نکرده. ببینید وقتی بهتون میگم اطمینان نکنید، حالا اینجا نوشته جک نیکلسون، وارن بیتی، این بیتی میگن، وارن بیتی میگن، نمیدونم، وارن بیتی میگن اینجا، and Donald Trump chat during the Mike Tyson versus Michael Spinks fight at Trump Plaza
on June 27, 1988. اصلا این 10 سال مال بعد از انقلابه، ولی احمقایی برداشتن اینو سیاه‌سفید کردن، بردنش به سال 1977 یعنی 78 یعنی 10 سال قبل از این عکس، و نوشتن که این داشته به اصطلاح چیز میکرده، کازینو میزده توی ایران. این زیرش هم نوشته این کجا میتواند ایران و موضوع ساختن کازینو باشد. برداشتند عکس را سیاه‌سفید کردند و نوشته ای را به آن چسباندند که با راستی برابر نیست. این شارلاتانیزم و دروغگویی است. در اینجا دیگر نگاره های همان گرد همایی را میگذارم تا سیاه روی شود هر که در او قش باشد. بله، و منم وقتی اون نامه اومد برای طرف نوشتم چجوری یه دونه خبرنگار ایرانی و اینها این دوربرش نیست، همه اینایی که هستن همه خارجی و اینها هستن و کارمون خیلی خرابه دوستان. نداریم یک رادیو، یه تلویزیون، یه نشریه، یک رسانه ای رو که به اون بتونیم اطمینان کنیم. اینم از این ماجرا. بله، خب این با همه بوده، چون پولدارم بوده و هر جا دلش میخواسته میرفته و صاحب چندین کازینو و چندین به اصطلاح چیزای بزرگ بوده، خب زندگی خوبی هم داشته و خوش میگذرونده. و اما دوستان، اینی که چرا بعضیا سر و دست میشکنن که نماینده مجلس بشن تو آمریکا، سناتور بشن، حتی رئیس جمهور بشن، دلیلش اون 200,000 دلار حقوق سالیانه که حالا شده 400,000 دلار برای رئیس جمهور نیست. دلیلش اینه، اگر 4 سال بیاد رئیس جمهور باشه یا 8 سال، وقتی که از اینجا میره تا آخر عمرش حقوق میگیره. ببینید سالاری یعنی هم حقوق. حقوق سالیانه بازنشسته های رئیس جمهور 180,000 تا تمام زندگی. اون وقت تو آمریکا میبینیم طرف 30 سال میره کار میکنه، حتی اون شرکتی که کار کرده پولشو گذاشته براش توی استاک مارکت و اینها، هر از مدتی میگن آقا باطل شد، صفر شد. سالاری آف هاوس سنت ممبر، این مال مجلس و مجلس سنا، یه بارم حتی اگه اومده باشن بعدن سالی 174,000 دلار میگیرن. اون اسپیکر آف ده هاوس که معمولا یعنی نماینده اصلی اون حزب هست، مثلا به سالان فکر کنم پال رایان هست، قبلا اون خانمه بود مال دموکرات ها، سالاری آف اسپیکر آف ده هاوس 223,500 دلار، سالاری آف مجاریتی و ماینوریتی لیدر میشه، ها اسپیکر آف ده هاوس، این حتی میتونه از هیچ کدوم از احزاب نباشه، ولی نفر سومه. یعنی اگه توی تصادفی یا توی انفجاری رئیس جمهور و معاونش از بین برن، این مسئول هست، این میشه رئیس جمهور تا انتخابات برقرار بشه یا هر کاری که قانونن هست. سالاری آف مجاریتی ماینوریتی لیدر گفت 193,400 تا. حالا اینجا گوش کنید دوستان، اوریج سالاری آف ا تیچر، میگه میانگین حقوق سالیانه معلم ها 40,065 دلاره. اوریج سالاری آف دیپلوید سولجر، سربازایی که به خارج میفرستنشون، 38,000 دلاره. Here's where the cut should be made. بعد داره توضیح میده. Warren Buffett گفت که his recent interview with CNBC offers one of the best quote about the debt ceiling. بله، debt ceiling اون بدهکاری آمریکاست که داره نزدیک میشه به 20 تریلیون اگه اشتباه نکنم، یا بذارید برای که اشتباه نکنم اینجا بزنم بنویسم USA debt watch یا debt clock هست، یک چیزی درست کردن نشنال دپ نشون میده که نشنال بگیم نشنال دپ نشون میده یه مثل چیزی که انقدر بدهکاری زیاد شده بوده که اون ارقام و جاش نبوده بزرگترش کردن. بله، میگه که سپتامبر 2014 انقدر، حالا انقدر بعد گفته 17.8 تریلیون دلار که آقای ترامپ قول داده وقتی من بیام اینو درستش میکنم و برگرده به زمانی که
میدونید حتی زمان الان 19 خورده ایه، حتی زمان جورج بوش اون پدر بدهکار بود آمریکا، بعد کلینتون که آمد بدهی رو پاک کرد، هیچی سورپلاس گذاشت، سورپلاس یعنی اضافه، یه چیزی هم گذاشت و رفت. بعد جورج بوش پسر که آمد بدهکار شد، بعد میگن اوباما از همه بدهکار رو بیشتر کرد. البته اینا دارن تقصیر جورج بوش هم میندازن گردن این، ولی در حقیقت اوباما و جورج بوش اینا فرقی با هم ندارن. امروز نوشته Today Federal Debt، من اینجا بهتون نشون بدم، 19 تریلیون و دیگه این عددار هم نمیتونیم بخونیم. ببینید اولا این 6 تا اینجا میشه 150 میلیون، اینجا میشه 1000 میلیون، اینجا میشه 19 تریلیون و 897 هزار میلیون. چجوری بخونیم واقعا اینو؟ بعد اینجوری بگیم دیگه، 19,897,150,970 و 800، اصلا نمیتونم بخونم. شما اگه میدونید به فارسی اینو چجوری میشه خوند لطف کنید برای من توضیح بدید. در صورت داره میرسه نزدیک به 20 تریلیون، و تریلیون میدونم که 12 تا صفر داره، یعنی 1 میلیون، 1 میلیون دلار میشه 1 تریلیون. میلیون 6 تا صفر داره، 6 و 6 12، 1 میلیون تایم، 1 میلیون دفعه، 1 میلیون دلار میشه 1. حالا این 20 میلیون تایمه، 20 میلیون دفعه. این عددار که آدم میگه و صحبت میکنه سردرد میگیره. بله، آقای چمنارا یه ایمیلی فرستادن، نوشتن جهت اطلاع آقای دکتر نصر احمدی و سوربی، گیرندگان این ایمیل حدود 50 نفر و گروه دکتر نصر اصفهانی هستند. ارادتمند سهراب. دوست گرامی آقای اسم نوشتن، درود، چون نوشته بودید خوشحال میشوم تا دیگر هموندان جبهه را مورد نکته بالا بدانم. این فارسی وقتی می‌نویسید قبل از اینکه بفرستید یه صحیح چی میگن کرکشن هست، این مال سیستم انگلیسی که می‌نویسیم، البته خود اون بعضی وقتا غلط میکنه، یادتون باشه شما درست نوشتین غلطش میکنه جملتون رو خراب، در اصل دقت کنید. لذا هر چی میدانم نظر مرا میدانید، دوباره می‌نویسم. رژیم‌های خاورمیانه طبق دکترین سال 70 کسینجر برای بازگشت پترودلار به منبع اصلی آن سرکار هستند و بالانس قدرت بین ایران و عربستان این وضعیت را تقویت میکند. سالهای آینده موشک بازی جمهوری اسلامی و دفاع عربها وسیلهی برای تخلیه چندین تریلیون دلار دیگر خواهد بود. در این وضعیت هیچ فرقی نمی کند که هیلری رئیس جمهور می شد یا ترامپ، ما باید به فکر نقشه راه خودمان باشیم. به جای شعار سرنگونی باید با هم در مورد پیشنویس یک قانون اساسی متحد بشویم. بنده بعد از سالها دوستی با اعضای کنگره، جبهه همبستگی، پانیرانیست ها، جبهه ملی و طرفداران شازده و جمهور، ایشون اشته شاهزاده و جمهوری خواهان و حتی توده‌ای ها و دیگران به غیر از فرقه رجوی دوست و مخلص تمامشان باقی خواهم ماند، ولی مدتی است به جبهه رهایی و بازسازی ایران این بار به رهبری دکتر نصر احمدی پیوستم. نظرات ما را می توانید روزهای جمعه ساعت 11 به وقت لس آنجلس از نامحبوب ترین چرا فکر میکنید ما نامحبوب ترین هستیم آقای چمنارا؟ نظرات ما را میتوانید روزهای جمعه ساعت 11 به وقت لس آنجلس و 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک از نامحبوب ترین رسانه ایرانی مردم تیوی آقای سوربی بشنوید. ارادتمند سهراب چمنارا، chamanara.net، unitediranian.com و رایستانی.com. میتونید با این دوستان در تماس باشید. اینم از این. فیلم زیر را نگاه کنید. آقای مایک پنس پس از انتخاب انتخابات 88 و کشتار مردم از حق ما ایرانیان دفاع کرده و حال امکانش از نایب رئیس جمهور آینده باشد. معاون والا دیگه نه اوکی شما میگید نایب، بله، معاون رئیس جمهور آینده آمریکا باشد، او را بهتر بشناسید. مرسی، ممنونم. این را هم میتونم
لینکش رو بذارم زیر فیسبوک الان، اینجوری حسنش هست. ما اون روز به این دوستمون گفتیم آقا ما اینو میذاریم، خدا کنه یقمونو نگیره یوتیوب چیزی نگفت، ولی فیسبوک یقمونو گرفت. برای آقای چمنه‌ها رو فرستادم، گفتم دیدید دوست عزیز اینا اینجوری هن. بله درسته، زیرش نوشته اگر این اجازه داری پخش کنی. ببینم، بله بله، روز شما جناب صبحی خوش. متاسفانه من نتوانستم ببینم، فردا در سایت خودتان خواهم دید. چرا؟ هر دو سایت داره پخش میشه. در هر صورت فقط باید وقتی میاین روی این صفحه کلیک کنید. بعضیاتون فیسبوکتون یه جوری هست که ویدیوها خود به خود شروع میشه، بعضیا بستگی به ستینگش داره، من نمیدونم، در کشورهای مختلف ممکنه فرق کنه. اجازه بدید امروز که ما در خدمتتون هستیم و به اصطلاح برنامه هم نداشتیم جمعه، اون چیزایی که دارم تا اونجایی که وقت اجازه بده بخونیم و خلوت کنیم دور سر خودمون رو و ببینیم چه میشود. اینم یه ویدیویی هست، ببینم چی بوده که من اینجا گذاشتم. آها آها، این رو آقای حسن خزایی فرستاده، ممنونم. قبلنم یه دوست دیگه فرستاده بود، ما قبلنم نشون دادیم، ولی حالا امروز برای که این خستگی به اصطلاح برنامه و یه نواختیش از وجودتون بیرون بره، من اینو براتون باز دوباره نشون میدم و اجازه بدید تصویر رو اینجوری تنظیم کنم. Select area، از اینجا تا بدینجا خیلی دوره، صداشم زیاد کنم. و اگر آدم میخواد نون بخوره باید این نون رو بخوره. ما بچه که بودیم از نون سنگک خوشمون نمیمد، نمیدونم چرا، ولی حالا عکس نون سنگک هم که میبینیم از دهنمون آب را میفته. ببینیم با هم این دوتا نونوا، یکشون میگن شاطر، یکی دیگه چی میگن، نونواسون میگن، نمیدونم. در صورت اینا رو ببینیم و هر جای دنیا هستن، هر جای ایران این فیلم رو گرفتن، امیدواریم همیشه همینجور شادی و خنده. و جالب اینه این آقای منو یاد آقای کاووس، نه این آقای سعید کاووسی، نه یه آقایی بود به نام کاووس، فامیلش الان یادم رفته، این تار میزد و فرش میفروخت و میگفت این فرشی که شما میخری این صدای تار و این نغمه باهاش میاد توی خونه شما و شادی میاره. حالا ببینید اگه این نون بخوریم چی میشه، با هم ببینیم که منم اینجا یک جرعه آب بنوشم و بیام خدمت شما. ببینیم شام دنبالته، دل من شب و روز دنبال دلته، تا که چون روی گلت پیدا میشه همه میپرسن کجا منزلته. لب تو گنچست بر پرش نکن، دل من خونه بدترش نکن، بذار چند بوسه بذارم رو لبه، دل عاشقم و عاشق ترش نکن. چه تو شرجی چه تو گرمم، چه تو کشی چه تو دریا، دل ماسی تو هلاک، آی زلیکا آی زلیکا. شما هم از این ویدیو مطمئنم دیگه، امیدواریم چیه، خوشتون اومده باشه و با من هم عقیده باشید که این نونه خوردن داره، دستشون درد نکنه. و این برای من و شمایی که گاه و چی میگن وقت و بی وقت نق میزنیم، اینا جلوی آتیش وایسادن کار میکنن، ولی دلت که شاد باشه مشکلات دنیا اینجوری حل میشه. خب ایران پرس نیوز
گفت یا نوشت که دشمن واکنش مردم به یاوه‌گویی های رهبر. بعد نوشته که بها آن صادق زیبا کلام بود، اون آقایی که گفتم گفته این همه پول خرج کردین، فردا اگر نوهاتون پرسیدن که آیا بهتر نبود این پول رو خرج مدرسه، بیمارستان، راه، جاده، آب، حالا چی میگن تصفیه آب، هرچی، میگه که بهار نیوز نوشت یا گفت صادق زیبا کلام تحلیلگر سیاسی در گفتگوی درباره واکنش مردم نسبت به اقدام وی در خودداری از لگد کوب کردن دو پرچم اسرائیل و آمریکا گفت اگر به شما بگویم که چه استقبالی مردم کوچه و خیابان و دانشجویان جوانان دهه 60 و 70 متدینین و غیر متدینین از این عمل من کرده اند باور نمی کنید. بدون رودربایستی بگویم که تا الان اینقدر از طرف مردم ایران ستوده نشده بودم. بعد از انتشار این فیلم حجم ستایش ها و تایید ها برایم غیر قابل باور بود. نکته جالبتر این که خیلی از کسانی که از این کار من استقبال کردن متولدان دهه‌های 60 و 70 هستند، یعنی کسانی که شبان روز شستشوی مغزی شدن که آمریکا دشمن ماست، دشمن بشریت است، دشمن اسلام است. زیبا کلام درباره جنایات بشار اسد در سوریه نیز گفت وقتی جنگ داخلی به راه افتاد یکی از بزرگترین اردوگاه‌های فلسطینی‌ها، یعنی اردوگاه یرموک یا برموک در سوریه که بیش از 100,000 فلسطینی در آن زندگی می‌کردند، توسط ارتش سوریه محاصره شد و بلاهای سرشان آمد که گفتنی نیست. اگر کسی آمار بگیرد که چه تعداد فلسطینی ظرف چند سال گذشته در سوریه از بین رفتند، باور کنید رقم خیلی وحشتناک است. فکر نمی کنم اسرائیل ها ظرف 60 سال گذشته اینقدر فلسطینی را از بین برده باشند. اگر قرار باشد به خاطر ظلم و قد پرچم کشورها را لگدمال کنیم، پرچم خیلی ها را باید روی زمین پرت کرد، از روسیه، از سوریه و روسیه و حتی جمهوری اسلامی. اینم صحبت های آقای زیبا کلام. بعضیا باور دارن آقای زیبا کلام هم سوپاپ اطمینانی هست مثل آقای محمد نوریزاد. میگن این چه کشوریه که از این ور دارن تماس میگیرن با یو این و این ورور که آقا اینا میگیرن میکشن، حقوق به اصطلاح آزادی نیست، از این ور اینا این کار انجام میدن و اینها باعث میشن که وقتی کسی گفت آزادی نیست، همین نوشته آقای زیبا کلام میگن آقا این آزادی نیست، این گفت پرچم سوریه و روسیه و جمهوری اسلامی رو لگدمال کن، این آزادی نیست. جایی که تو آمریکا میدونی سر پرچم خیلی حساسیت داره. و من قبلا براتون راجع به ترامپ گفتم که داره افراد اون 4,000 نفری رو که باید بیاره سر کار با خودش داره آماده میکنه و از جمله یکیشون این آقای پتریوس که خیلی هم میگفتن مادرش ایرانیه. میدونید وقتی یه نفر رئیس کار هممون میگیم آقا این میدونی دختر خاله عمش توی خونه کار میکرده، اون خونه نوکرش ایرانی بوده، پس این ایرانیه. ما از این مزخرفا که میخوایم به یه جوری افتخار رو از این ور گدایی کنیم. همچین که این آقا رفت و با یه خانم خبرنگاری اولا اونجا چیزای امنیتی محرمانه آمریکا رو به این خانم داده بود بدون اجازه، فقط برای که باهاش سکس داشته باشه، باهاش خوش باشه، بعدم به همین خاطر استعفا داد رفت بیرون و اینها. ولی اینو میگه ترامپ considers پتریوس who plead guilty. plead guilty یعنی توی اون دادگاه خودش آمد گفت من مجرمم. چون اینجا وقتی یه جرمی شما متهم هستی، وقتی میرید روبروی قاضی ازت میپرسه که How do you plead؟ میگه که چی میخوای بگی؟ گناهکاری نیستی؟ بعضیا میگن گناهکار نیستیم، بعضیا میگن گناهکاریم ولی توضیح داریم که وقت وکیل و فلان بیسار اینا. این گفته من گناهکارم، من اشتباه کردم، غلط کردم که اینو بدادم به این خانومه. اون موقع حواسم بالا نبوده، تو بالای مغزم نبوده، زیر کمربند و پایینا بوده. در هر صورت guilty to classified leaking. classified leaking
به کی لیک کرده بوده؟ حقیقتا خودش هم لیک کرده بوده به اون خانم فور تاپ پوزیشن. بله میگه حالا اینو میخواد برای تاپ پوزیشن، یعنی برای یکی از مقامات بالای حکومتش انتخاب کنه. اینم از این. و اما یه دوستی برای من اینو فرستاده که بعد براشون که نوشتم ایشون هم گفت که من هم همین مشکل رو دارم. اجازه بدید اینجا باز کامرای سر بهتون نشون بدم. بله اینا مثلا من اگر تنبلی نکنم قبل از برنامه ازشون عکس بگیرم، اون عکس رو مثل عکس اندی که نشون میدم هیچ چیزی تصویر سفید نمیشه برای شما، مثل این میتونم قشنگ بیا حالا این عکس گرفتم نشون بدم، ولی زمان نداریم وقت نداریم. دلیلش هم اینی که حمایت کم میشه. اگه حمایت بیشتر به ما بشه ما اینجا بیشتر وقت میذاریم، کیفیت برنامه بهتر میشه. اینجا نوشتن که امام علی گفته که بیشترین ضربه ها را خوبترین آدم ها میخورن. برای خوبی هایتان حد تعیین کنید و هر کس را به اندازه لیاقتش بها دهید تا به اندازه مرامتان زندگی. خب اولا از این نوشته ها ما هر روز میگیریم، مثل همون عکس ترامپ که گفتن مال ایرانه که بعد معلوم شد نیست. اولا معلوم نیست که این مال حضرت علی باشه یا نه، تازه گیرم که باشه، گیرم که اصلا کتاب نهج البلاغه اینو گفته. من برای این دوستم نوشتم چجوری من اگه با یک کسی امروز آشنا شدم چجوری میتونم برای خوبیام حد تعیین کنم. هر کس را به اندازه لیاقتش با چجوری من میفهمم اندازه لیاقت این چقدره که به همون اندازه بهش بها بدم. خود ایشون هم نوشت که شما کاملا درست میگی، منم با دوستام دوستی میکنم بعد میبینم لیاقتشون انقدر نبوده، اگه این کارو نکنیم که حقیقتا اون بی ارزش ها اون بی لیاقت ها ما رو آوردن تو سطح خودشون و ما هم مثل اونها شدیم. مشاور جدید امنیت ملی آمریکا به رهبران آمریکا گفته بودیم سقوط بشار اسد فاجعه است. بذارید این رو دوستی فرستادن از پیکنت بهتون نشون بدم و براتون بخونم. بله اینجا خب نوشتن که از میان چند انتصابی که ترامپ تا رسیدن به کاخ سفید انجام داده، شاید انتصاب جنرال مایکل فلین به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید مهمترین آن باشد. این انتصاب برای ایرانی ها به این دلیل مهم است که جنرال مایکل فلین پیشتر رئیس سازمان اطلاعات نظامی DIA در سالهای 2012 تا 2014 بود و اکنون طی مصاحبه‌ای با سیمور هرش روزنامه‌نگار تایید کرد که وی در دوران مسئولیتش در بخش اطلاعات ارتش پیوسته برای رهبری غیر نظامی آمریکا اخطارهای طبقه بندی شده ارسال و درباره پیامدهای ناگوار سرنگون شدن بشار اسد میفرستاده است. فلن گفت جهادی ها کنترل اپوزیسیون سوریه را به دست داشتند و ترکیه برای متوقف کردن قاچاق رزمندگان خارجی و اسلحه در مرزهای خود به قدر کافی تلاش نکرد. ببخشید چون به این جنرال فلین حساسیت دارم. اگر افکار عمومی آمریکا اطلاعاتی را که ما روزانه در حساس ترین سطوح تهیه می کردیم ببینند منفجر می شوند. ما استراتژی دراز مدت داعش و طرح‌های مبارزیاتی او را می دانستیم. سازمان اطلاعات نظامی به شدت از طرف دولت اوباما زیر فشار قرار گرفت به نحوی که من احساس می کردم آنها نمی خواهند حقیقت را بشنوند. اینم از گفته های این آقاست. ضمناً این آقا کسیه که من و شمارم به خاطر اینکه مسلمان دنیا اومدیم، حالا مسلمانی هستیم که نه دین اسلام انجام میدیم، نه نمازش میخونیم، نه نماز جمعهش میخونیم، نه خمس و زکات اونو میدیم، عرق اونو میخوریم، قمار اونو میکنیم. این بازم میگه اینا خطرناکه. میگه هر کسی وقتی میگه کل اسلام خطرناکه، نه تندروا. در صورت خدا به دادمون برسه وایسیم ببینیم چه خواهد شد. ببینم دوستان این معنی conflict of interest رو تونستن برای من بفرستن یا بعدن. و آقای بسید ببینیم شاید این بار آقای احمدی
لطف کرده باشه پیام گذاشته باشه. ولی معمولا ایشون هی میگه زنگ بزن. ببینیم. سادی عزیز سلام، روز بخیر. سادی یازده سود کالیفرنیا هست دوشنبه. به من یه زنگ حتما بزن. ای داده بیده، اینا از پیامگیر استفاده همون کالر آیدی میشه ما براشون انجام بدیم. تازه اشکالش اینه که کالر آیدی شماره رو میبینی، میبینی نبودی زنگ میزنی، که من هیچ وقت این کار رو نمی کنم. چون میگم طرف یه چیزی میخواسته، من نبودم، به یکی دیگه زنگ زده، آدرس گرفته رفت. اشکال این پیام ها اینه که به پیام گوش میدی، بعدم میبینی فقط گفته به من زنگ بزن. و میبینید خودشون هم میگن 11 صبح کالیفرنیاست، 2 بعد از ظهر ما من برنامه دارم. ای کاش، ای کاش مخصوصا دوستانی که تو کارهای جنبش هستن، تو کارهای فعالیت‌های سیاسی هستن، اجتماعی هستن، کارهای رسانه‌ای مدیا هستن، شروع کنن این کار خوب رو از امروز انجام بدن. چه کاری؟ پیام بذارید. کی هستم؟ غرض و هدف و منظورم از این تلفن چی بود؟ شمایی که این تلفن رو میشنوید چی کار کنید؟ شماره من اینه اگه خواستید تماس بگیرید. شماره رو هم دو بار بگید. چون اولی که داری میگی یه وقت میبینی یه نفر دیگه زنگ زد، 2 با 9 5 با چی هم مثلا اینجا هم دارن خود اینا، اشتباه میشه. کی ما میخوایم یه چیز ساده ای رو هم خودمون انجام بدیم هم به دیگران یاد بدیم؟ ادونو من نمیدونم. خب اجازه، بله، من چون به دوستانونم گفتم که برنامه های تلویزیون وقتی میگیم 1 ساعت یعنی 45 دقیقه تا 48 دقیقه برنامه، 12 دقیقه تبلیغ، تبلیغ بینش میذارن. به خاطر همین ما چون تبلیغ نداریم و هزینه برنامه ها رو دوستان میدن، برنامه 55 دقیقه است. هی هم از من نپرسید چند دقیقه دیگه وقت دارم، همین کامپیوتری که جلو من هست و همین ساعت جلو شما هست. آقای چیز کار قشنگی انجام میداد، آقای فرزاد شبستری، چون برنامهش 2 ساعت بود، 1 ساعت چه میگفتن شماته، 1 ساعت شماته داد یا آلارم میذاش، وقت داشت حرف میزد سر 1:55 آلارم اینجا میگن goes off، حالا من نمیدونیم باید آن بشه که درست صدا میداد، این میگفت دیگه برنامه منم تموم شده. البته تا میخواست خداحافظی کنه 2 ساعت و 2-3 دقیقه هم بعضی وقتا شده بود، ولی من سعی میکنم که برنامه ها رو یه مقداری ردیف کنم، مرتب و منظم. هر وقتم میخوام یه کاری انجام بدیم بهترینش اینه که از خودمون شروع کنیم. پس اجازه میدید من همه الان ازتون خداحافظی کنم یا 5 دقیقه دیگه باهاتون باشم؟ 5 دقیقه دیگه باهاتون هست. ایران پرس نیوز خوندم، مدیکر دیسپشن رو براتون اون گفتم، ماجرای اونم گفتم، حضرت علی هم چی گفته اینم گفتیم. Here's the first designer to say she won't dress Melania. یه نفر که طراح لباس و اینها بوده برای خانم میشل اوباما، این آمده میگن پیش از چوب شاه للا کردن، قبل از اینکه خانم ترامپ بهش بگه تو بیا حالا بشو طراح لباسای من، گفته من نمیخوام طراح لباس تو باشم. گفتم اینم میخواست حالا تو این آب گلالود یه ماهی بگیره تبلیغ کنه. اولا این زن دونالد ترامپ مدل، اونم نه مدل معمولی، چون مدل هم میدونی سوپر مدل داریم، مدل معمولی داریم، سالهای سال بهترین طراح ها لباسشون میکنن به تن این که این بره نمایش بده پول بگیره. حالا این کی بوده گفته من لباس به تو نمیدم؟ اگه اون جی کرو اینا بوده که این میگه برو با من لباس 140 دلاری که دستو نمیخرم، من لباس های چند هزار دلاری. در اصل توی این ماجره ها این هم هست. و اما بله، آهان، یه دوستی باید برامون اینه فرستاده که بعد از شاه نوبت آمریکاست، اطلاعی سازمان مجاهدین خلق در ارتباط با تسخیر سفارت آمریکا در تهران، روز نقل از روزنامه بامداد امروز 14 آبان 1358، پیشنهاد قطع روابط با آمریکا. مرداد عزیز، ما چون تو برنامه خواستیم دوستان فرستادن که روزنامه انقلاب، روزنامه چی گفتم بامداد، روزنامه انقلاب اسلامی، بعد
باز روزنامه بامداد، باز روزنامه انقلاب اسلامی، بعد یه جای دیگه نوشته محمود ظریف در میان جاسوس ها، 7 تن از جاسوسان آمریکا در گفتگوی مطبوعاتی و رادیو تلویزیون چگونگی ارتباط خود با سازمان سیا را تشریح کردند. اسامی آنها بهمن آقایی دیپلمات سابق در سفارت ایران در هلند، هوشنگ ابهری، جمشید امیری، مسعود دیدور کارمند وزارت نفت، علی اصغر راهرو یا رهرو، محمود ظریف، بهرام ایکانی، نقل از کیهان، 13 آبان 1368، حمله به گردشگران آمریکایی توسط نیروهای وزارت اطلاعات. اینام اینجا هست دوستان، اینام آفتاب آمد دلیل آفتاب، البته بازم نمیشه به همینم اطمینان کرد. این در شیراز اتفاق افتاده و این است گوشه ای از داستان زهد ملای بزرگ. آها اینو میدونم، قبلا هم شنیده بودم ولی راست و دروغ و حقیقت شناره من نمیدونم، بذارید براتون از اینجا بیارم ببینم که از روی نوشته بخونم. این دوستمونم لطف میکنن نوشته های خوبی برای ما میفرستن، ویدیو های خوبی هم بعضی وقتا میفرستن که سعی میکنیم اونها رو در فرصت هایی به شما نشون بدیم. بعد از خوندن این دیگه باهاتون خداحافظی میکنم. دفتر امام جمعه شیراز همانطور که همه میدانند در محل منزل مصادره شده دکتر قربان بوده و هست. منزلی چند هزار متری که در یکی از اضلاع میدان فلکه استطاعت قرار گرفته، نمیدانم که چه شد بس به منزل دکتر قربان که حالا مصادره شده و تبدیل به دفتر امام جمعه شده بود کشیده شد که آیت الله حائری شیرازی داستان چگونگی مصادره منزل دکتر قربان را برای جمع ما تعریف کردند. آقای حائری فرمودند یک روز در دفتر نشسته بودم، شخصی از طرف دکتر قربان که دیگر بعد از انقلاب در خارج از کشور اقامت داشتند پیغام آورد که آقای حائری پول این خانه حاصل تبابت، حقوق معلمی و استادی و مقداری ارث پدری بوده که همه را از راه حلال کسب کرده بودم. شما به چه مجوز شرعی منزل شخصی من را اشغال کردید؟ بنده به شما اعلام میکنم من راضی نیستم و یک رکعت از نمازهایی که در این ملک یا ملک قصبی بخوانید قبول نیست و هرچه نماز هم تا به حال خواندید بروید قضا کنید. در ادامه قاصد دکتر دو پیشنهاد پیش پای آیت الله می‌گذارد که یا خانه را تخلیه نموده و به نماینده دکتر قربان تحویل بدهند یا آن را به قیمت روز از دکتر خریداری کنند. آقای حائری ادامه دادند که از شنیدن این پیام به شدت پکر شدیم و برای احتیاط جانمازمان را به محل دیگری در نزدیکی دفتر انتقال دادیم تا روشن شدن تکلیف منزل قصبی نمازمان را جای دیگری بخوانیم. آیت الله فرمودند فردای آن روز با بیت مقام رهبری معظم رهبری تماس گرفتیم و جریان را به اطلاع بیت رساندیم و کسب تکلیف کردیم. مسئولین بیت پیام آوردند که آقا فرمودند مبلغی که وسعتان میرسد، وسعتان اینجوری می‌نویسن نمیدونم من، مبلغی که وسعتان میرسد به دکتر قربان پیشنهاد بدهید و خانه را از ایشان بخرید. بر همین اساس پیشنهاد خرید خانه را به مبلغ 2 میلیون تومان، اولا این خیلی جالبه، امام جمعه شیراز بعد از انقلاب 2 میلیون تومان پول داشته. میدونید اون موقع 2 میلیون تومان میشد نصف شیراز رو بخرید. البته ایشون حالا میگه 2 میلیون تومان به نماینده دکتر قربان اعلام کردیم و دکتر در پاسخ گفتن آقای حائری این مبلغ قیمت 1 متر این زمین هم نیست. اون دکتر هم دیگه اون موقع ببخشید بی خود گفتن 2 میلیون تومان اول انقلاب قیمت 1 متر اونجا هم نبوده. حالا که خریدار نیستید خانه را تخلیه کنید. آیت الله حائری فرمودند مشکل حل نشد، لذا ما دوباره با دفتر رهبری تماس گرفتیم و گفتیم دکتر با قیمت پیشنهادی ما ملک را نمیفروشد چه کنیم؟ و این بار مسئولین دفتر پس از کسب تکلیف اعلام کردند مقام ولایت میفرمایند که دیگر با دکتر مذاکره نکنید و به اذن رهبری خانه را به نفع نظام مصادره کنید. آیت الله فرمودند با صدور این حکم بند ما از آسمان جدا شد. از فردای آن روز سجاده را به دفتر آوردیم و با خیال راحت نمازمون را در دفتر القا هیچ چیز دیگه. این همین ماجرایی که
کلاهای شرعی میذاشتن و گرفتن و مصادره کردن و اون خونه هم تنها خونه‌ای نبود، اولین خونه‌ای نبود که مصادره کردن، آخرین هم نبود. دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش. چهارشنبه با شما خواهیم بود و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، فقط یک تماس از شما، بقیه کارها از ما. مرسی که با تلویزیون مردم بودید، به دیگران هم معرفی کنید. مرسی.